1984 نوشته جورج اورول ترجمه مهدی بهرمند با صدای هلیا مقصودی قسمت دوم وینستون در دفتر خاطرات خود مینوشت سه سال قبل بود واقعه در یک شب تاریک و در یکی از خیابانهای فرعی نزدیک یکی از ایستگاههای بزرگ راهن روی داد. زن کنار یک در و در زیر یکی از چراغهای خیابان که نور بسیار ضعیفی داشت ایستاده بود. قیافه جوانی داشت و آرایش قلیزی کرده بود. در واقع همین آرایش و رنگ قرمز و سفید آن که شباهتی به ماسک داشت بود که توجه مرا به خود جلب کرد زیرا زنان عضو حزب هرگز آرایش نمیکنند در خیابان هیچ کس و هیچ تلسکرینی نبود زن گفت دو دلار من نتوانست ادامه بدهد چشمهایش را بست و انگشتهایش را به آن فشار داد و کوشید که به این طریق منظره‌ای را که اغلب به خاطرش میآمد از مغزش بیرون بکشد و محو کند یک نیرو و آرزوی درونی شدید به او فشار میآورد که تا آنجا که میتواند صدای خود را بلند کند فریاد بکشد و ناسزا بگوید و یا آنکه سر خود را به دیوار بزند و با لگد روی میز بکوبد دوات را به طرف پنجره پرت کند و به هر کار خشن و وحشیانه و پرسرصدا و دردآور دست بزند تا شاید بتواند این خاطره را که موجب رنج و شکنجه او شده بود سیاه کند و از میان ببرد. وینستون فکر کرد که بدترین دشمن هر فرد دستگاه و سیستم عصبی اوست. زیرا دستگاه عصبی ممکن بود که در هر لحظه نگرانی و عصبیت درونی شخص را به صورت یک آرزه خارجی ظاهر کند. در این هنگام به طور ناگهانی مردی را که چند هفته پیش هنگام عبور از خیابان دیده بود به خاطر آورد. یک مرد عادی عضو حزب بود. در حدود سی سی و پنج سال سن داشت و قد بلند و لاغر بود و کیف کوچکی در دست داشت. هنوز چند متر با یکدیگر فاصله داشتند که ناگهان سمت چپ صورت مرد جمع شد و گویی حالت لغوه به آن دست داد. این حالت هنگامی که آنها از کنار هم رد می شدند یک بار دیگر تکرار شد. یک حرکت تند و یک لرزش سریع بود. سرعتی نظیر سرعت باز و بسته شدن در عدسی دوربین عکاسی داشت. اما چنین به نظر می رسید که ناشی از عادت است. وینستون به خاطر آورد که در همان هنگام به فکرش رسید کار این مرد بدبخت ساخته است. نکته وحشتناک آنجا بود که این لرزش و حرکت کاملا غیر ارادی اتفاق میافتاد اما خطرناکتر از این آن بود که شخص در خواب با خود صحبت کند زیرا تا آنجا که به فکر او می رسید هیچ راهی برای جلوگیری از صحبت در خواب و خودداری از ابراز بعضی مطالب نامناسب وجود نداشت دوباره نفس عمیقی کشید و به نوشتن ادامه داد. من و او از دری که زن کنار آن ایستاده بود گذشتیم. از یک حیات عبور کردیم و وارد آشپزخانه شدیم. یک تخت خواب کنار دیوار گذاشته بودند و یک چراغ که پایین کشیده شده بود روی میز دیده میشد. زن دندانهایش کلید شده بود. خیلی میل داشت توف کند. اما در همان هنگام که درباره آن زن فکر می کرد کاترین زن خود را به خاطر آورد. وینستون متعهل بود یا بهتر بگوییم سالها قبل متعهل بود. احتمال می رفت که هنوز هم متعهل باشد. زیرا تا آنجا که اطلاع داشت همسرش فوت نکرده بود. دوباره به نظر آورد که بوی گرم و کسیف آشپزخانه بویی که مخلوطی از بوی سوسک لباسهای کسیف و عطرهای ارزان قیمت بود به مشامش میخورد اما همین بوهای او فریبنده و جالب بود زیرا هیچ یک از زنان عضو حزب هرگز عطر استفاده نمی کردند و اصولا تصور هم نمی رفت که عطر استعمال کنند. استفاده از عطر فقط مخصوص کارگران بود. آن شب وینستون برای اولین بار در طی دو سال گذشته با یک زن روبرو می شد. بیرون رفتن با فواهش البته ممنوع بود. ولی این قاعده جزو قواعدی بود که شخص گاه گاه به خود جرأت شکستن آن را میداد. کار خطرناکی بود ولی به قیمت جان تمام نمیشد. و اگر انسان را با یک فاحشه دستگیر می‌کردند حدوداً پنج سال حبس در اردوگاه اجباری محکومیت داشت و این محکومیت اگر کار خلاف دیگری از شخص سرنزده بود حد اکثر میزان محکومیت بود. اما بیرون رفتن با فواهش به شرط آنکه مامورین و جاسوسان متوجه نمی شدند کار مشکلی نبود و به آسانی صورت می گره. محلات فقیر نشین شهر مملو از زنانی بود که حاضر به فروختن خود بودند و قیمت بعضی آنها حتی از یک بطری جین تجاوز نمیکرد. علت قبول این قیمت آن بود که کارگران مجاز به نوشیدن جین نبودند. حتی حزب هم به طور ضمنی با فعالیت فواهش موافقت داشت. و آن را غیر مستقیم تشویق می کرد. زیرا سران حزب چنین معتقد بودند که ظهور و بروز غریزه جنسی را نمی توانند کنترل کنند در نتیجه بیرون رفتن با زنان فاحشه به شرط آنکه به طور مخفیانه و دزدکی صورت می گرفت و لذت کامل به همراه نداشت و البته زنان نیست فقط از طبقات مورد تنفر و پست بودند چندان با اشکال مواجه نمیشد جنایت بزرگ و غیر قابل بخشش به وجود آمدن روابط جنسی میان اعضای حزب بود اما با آنکه بسیاری از مجرمین تصویه بزرگ به ارتکاب این جنایت اعتراف کرده بودند قابل تصور نبود که این چنین روابطی میان اعضای حزب به وجود آید هدف و منظور حزب فقط آن نبود که از ایجاد وفاداری و روابط صمیمانه و عاشقانه که حتما بعدها به صورت غیر قابل کنترل در میآمد جلوگیری کند بلکه منظور حقیقی حزب که هیچگاه رسما اعلام نمیشد آن بود که تمام لذتهای ناشی از روابط جنسی را از میان ببرد چه در مورد ازدواج های داخلی اعضای حزب و چه ازدواج های خارجی. کوشش می شد که از ازدواج کسانی که نسبت به یکدیگر عشق و علاقه دارند جلوگیری شود. و تمام ازدواج های اعضای حزب باید با اجازه کمیته ای که برای همین منظور تأسیس شده بود صورت بگیرد. و هرگاه اعضای این کمیته احساس می کردند که نامزدها نسبت به یکدیگر از لحاظ جنسی کشش و علاقه دارند جواز ازدواج صادر نمی کردند. اما البته این نکته هیچگاه رسما اعلام نشده بود. هدف و منظور ازدواج که از طرف حزب به رسمیت شناخته شده بود، تولید نسل و ایجاد افراد جدید برای خدمت به حزب بود و حزب انتظار داشت که رابطه جنسی به عنوان یک عمل تنفرآمیز فرعی تلقی شود. و گرچه این هدف و منظور هم هرگز از طرف حزب رسما اعلام نمیشد ولی به نحو غیر مستقیم از زمان کودکی به اعضای حزب تلقین میشد و حتی سازمانهایی به نام سازمان جوانان ضد احساسات جنسی تأسیس شده بود که لزوم مجرد ماندن زن و مرد را تشویق و از آن طرفداری می کرد و عقیده بر این بود که تمام کودکان باید از طریق تلقیح مصنوعی که در زبان نو به آن تلمس می گفتند به وجود آیند و در مؤسسات عمومی تربیت شوند. وینستون شخصا معتقد بود که این نظر چندان جدی نیست ولی در هر حال با ایدئولوژی عمومی حزب تطبیق می کرد. هدف حزب آن بود که غریزه جنسی را بکشد و از میان ببرد و اگر قادر به چنین کاری نیست حداقل آن را منحرف و کثیف سازد وینستون نمیدانست که علت این نظر چیست اما به نظر می رسید که طبیعتا باید همین طور باشد و حداقل در مورد زنان کوشش های حزب تا حد زیادی با موفقیت روبرو شده بود. دوباره به فکر کاترین افتاد. می بایست نو، ده یا تقریبا یازده سال از روزی که از هم جدا شدند گذشته باشد. عجیب این بود که خیلی به ندرت به یاد همسرش میافتاد. گاه روزها میگذشت و او اصلا از خاطر میبرد که روزی ازدواج کرده است. وینستون فقط پانزده ماه با همسرش به سر برده بود. حزب طلاق را اجازه نمیداد. ولی در مواردی که بچه به دنیا نمی آمد جدایی را تشویق می کرد. کاترین زن بلند قدی بود که اندامی راست موهای زیبا و حرکاتی عالی داشت. قیافش مقرور و شجاعانه بود و اگر شخص به روحیات او آشنایی نداشت ممکن بود او را اشرافی بخواند. ولی پشت این چهره اشرافی تا آخرین حد ممکن خالی بود. در اولین روزهای ازدواج وینستون نظر قطعی خود را درباره کاترین گرفته بود و آن این بود که کاترین صاحب توخالی ترین پوچ ترین و پست ترین مغزهایی است که وینستون در طول زندگی خود دیده است البته شاید همین نظر به آن علت اتخاذ شده بود که وینستون به روحیات همسرش بیش از روحیات دیگران آشنایی داشت. هیچگاه اتفاق نمی افتاد که فکری که صورت شعار نداشته باشد به مغز کاترین خطور کند. و مطلقا هیچ گفته و یا نظر احمقانه ای به شرط آنکه از طرف حزب ابراز می گردید پیدا نمی شد که مورد قبول کاترین نباشد. وینستون همسرش را پیش خود نوار انسانی نامیده بود. و با وجود همه اینها اگر به خاطر یک مسئله یعنی روابط جنسی نبود می توانست زندگی با او را تحمل کند. اما به محض اینکه دستهای وینستون به بدن کاترین میخورد چنین به نظر می رسید که اعصاب او جمع و بدنش خشک شود. هنگامی که وینستون او را در آغوش می گرفت احساس می کرد که گویی یک آدم چوبی را در آغوش گرفته است. و عجیب این بود که حتی هنگامی که کاترین او را در آغوش می گرفت وینستون احساس می کرد. او در عین حال وینستون را با قوه و قدرت از خود می راند. ازولات بدن کاترین بی اندازه محکم و سفت بود و همین محکم بودن ازولات موجب می شد که احساس ناراحت کنندهی به وینستون دست دهد. کاترین هیچ تمایلی برای خوابیدن روی تخت خواب کنار وینستون نداشت. او فقط تسلیم بود و این رفتار فوقالعاده ناراحت کننده و نفرت آور بود. اما اگر کاترین موافقت می کرد که در عین ازدواج مجرد زندگی کنند، وینستون زندگی با او را قابل تحمل می دانست. اما عجیب بود که کاترین با این پیشنهاد و نظر موافقت نمی کرد و می گفت ما اگر بتوانیم باید حتما بچه داشته باشیم. و به این جهت مقدمات کار هفته یک بار کاملا به صورت منظم صورت می گرفت. و حتی کاترین گاهی یک روز قبل از شب موعود جریان را به یاد وینستون میانداخت و ظاهرا معتقد بود که بچه دار شدن امری است که نباید فراموش شود و اگر به تأخیر بیفتد جرم و گناهی روی داده است حتی برای آن دو اسم ساخته بود یکی بچه ساختن و دیگری وظیفه ما نسبت به حزب بله این عبارت را عینا به زبان می آبرد. پس از گذشت چند ماهی از ازدواج وقتی که شب موعود می رسید وینستون دچار وحشت و حراس شدیدی می شد. اما خوشبختانه به تدریج روشن شد که کاترین حامله نخواهد شد. و بالاخره موافقت کردند که دست از کوشش و تکرار عمل بردارند و چند روز بعد از هم جدا شدند. وینستون آه بلندی کشید. قلم را برداشت و دوباره شروع به نوشتن کرد. زن خود را روی تخت خواب انداخت و ناگهان بدون هیچ مقدمه‌ای با زشترین و وحشت آورترین وضعی که بتوان تصور کرد دامنش را بالا زد. وینستون به خاطر آورد که در نور کمرنگ چراغ کنار تخت خواب ایستاده و بوی سوسک و عطر ارزان قیمت مشامش را پر کرده بود. در قلبش احساس عصبانیت و شکست میگرد. چرا می بایست این طور باشد چرا او نباید به جای این زنان کثیف و تهو و آوری که هر چند سال یک بار نزد آنها میرفت، همسری داشته باشد به او عشق بورزد و با او زندگی کند اما حتی فکر وقوع یک واقعه حقیقی عشقی هم غیر قابل تصور بود. زیرا همانطور که احساس تحت تعقیب بودن و حس وفاداری به حزب در مغز و روح اعضای حزب فرو رفته و نفوذ کرده بود همانطور هم احساس غریزی از روح و فکر و جسم ایشان بیرون کشیده میشد. و از ابتدای زندگی طبق یک برنامه دقیق به کمک بازی های گوناگون آب سرد و چرت و هایی که در مدرسه و در سازمان جاسوسان و اتحادیه جوانان به کودکان تلقین می شود. و با سخنرانی ها، کنفرانس ها، آوازها و شعارهای مختلف و آهنگهای مادرانه احساس طبیعی و غریزی از فکر و ذهن و روح کودکان و جوانان بیرون رانده شده بود. منطق و عقل به وینستون می گفت که به هر حال باید استثناهایی وجود داشته باشد. ولی دل و قلبش این نظر را باور نمی گه. همه زنان به صورت موجودات غیر قابل نفوذی درآمده بودند و هیچ عاملی نمی توانست احساسات را در آنها تحریک کند. اما چیزی که وینستون آرزو داشت یک ماجرای عشقی نبود. بلکه دوست داشت اگر بشود حتی برای یک بار در تمام دوران زندگی خود این دیوار تقوا و وفاداری به حزب را فرو بریزد از نظر حزب احساس اگر به نحو موفقیت آمیز و لذت بخشی ارضا شد در واقع یک نوع شورش به شمار می رفت. آرزو و میل یک نوع جنایت فکری بود و حتی اگر او میتوانست احساس جنسی را در کاترین که زن خودش بود بیدار کند این کار مثل فریب دادن زن دیگران قابل تعقیب محسوب میشد اما لازم بود که بقیه داستان به هر حال نوشته شود وینستون نوشت چراغ را بالا کشیدم وقتی چهره او را در نور چراغ دیدم در آن تاریکی نور ضعیف چراغ پارافینی درخشندگی زیادی داشت و او برای اولین بار می توانست چهره زن را به خوبی ببیند. یک قدم به طرف او برداشته و بعد در حالی که وجودش را تنفر فرا گرفته بود توقف کرد و با احساس دردناکی به خاطر آورده بود که برای آمدن به این آشپزخانه کثیف چه خطر بزرگی را قبول کرده است زیرا احتمال زیاد می رفت که معمورین همکنون پشت در منتظر خروج او ایستاده باشند و هنگام خروج او را دستگیر کنند و بعد فکر کرده بود که اگر بدون اینکه کاری انجام دهد برگردد آنگاه فکر کرد که باید اینها نوشته شود و باید این اعترافات روی کاغذ بیاید آنچه که او ناگهان در نور چراغ دیده بود این بود که آن زن کاملا پیر بود. آرایش او به حدی قلیز و زخیم بود که وینستون فکر می کرد اگر به آن دست بزند مثل یک ماسک مقوایی فرو خواهد رفت. تارهای سفید در میان موهایش زیاد دیده میشد ولی شاید وحشتناکترین منظره آن بود که دهانش نیمه باز مانده و هیچ چیز جز سیاهی مطلق و عمیق در درون دهانش دیده نمیشد زیرا حتی یک دندان در دهانش نبود وینستون با خط نامرتب با عجله شروع به نوشتن کرد وقتی او را در نور چراغ دیدم متوجه شدم که پیرزن هفتاد ساله است. اما اهمیت ندادم. جلو رفتم و او را در آغوش گرفتم. دوباره با انگوش چشمهایش را فشار داد. آنچه را که میخواست نوشته بود ولی در روح و فکرش تفاوت محسوسی نسبت به نیم ساعت قبل احساس نمیکرد. معالج موثر واقع نشده بود. و باز هم احساس میکرد که میل دارد از ته هنجره نعره بکشد فریاد بزند و فحش و ناسزا بگوید وینستون نوشت اگر امیدی وجود داشته باشد فقط به طبقه کارگر است اگر امیدی باشد باید به طبقه کارگر باشد زیرا تنها در آنجا در میان توده های وسیع فراموش شده که 85 درصد جمعیت اوشینیا را تشکیل میدادند ممکن بود نیروی لازم برای درهم کوفتن قدرت حزب به وجود آید نابودی حزب از داخل غیر ممکن بود و دشمنان اگر دشمنی وجود داشت به هیچ وجه نمی توانستند دور یکدیگر جمع شوند و یا حتی یکدیگر را بشناسند و اگر هم حزب اخوتی وجود داشت که احتمال زیاد می رفت وجود داشته باشد اعضای آن نمی توانستند اجتماعاتی بیش از دو تا سه نفر تشکیل دهند و آخرین حد قیام و انقلاب یک نگاه یک انعکاس صدا و یا حد اکثر یک کلمه نجوا بود اما کارگران اگر آنها فقط به نحوی به قدرت خود پی می بردند احتیاجی به توطعه نداشتند. تنها کافی بود که از جای خود برخیزند و مثل اسبی که مگس را از خود دور می کند تکانی به خود بدهند و به حرکت بیفتند. اگر کارگران تصمیم می گرفتند می توانستند همین فردا صبح حزب را متلاشی کنند و مطمئنا دیر یا زود روزی به این کار دست می زدند. وینستون به خاطر آورد که یک روز هنگامی که از یک خیابان پرجمعیت عبور می کرد در چند قدمی او ناگهان صدای فریاد و فقان و سر و صدای هولنگیز از صدها نفر زن به گوش رسید. این صدای عمیق و بلند صدای وحشت خشم و نامیدی بود که سراسر خیابان را فرا گرفته بود. زنان با صدای شبیه صدای انعکاس زنگ کلیسا فریاد می کردند هوهو هو قلب وینستون فرو ریخته و به خود گفته بود شروع شد انقلاب و شورش شروع شد و کارگران بالاخره زنجیرها را پاره خواهند کرد وقتی به جمعیت نزدیک شده بود دیویز تا سیصد نفر زن را دیده بود که با چهره های غم زده مثل چهره مسافرین یک کشتی شکسته که در حال غرق شدن است مقابل یک مغازه جمع شدند. در همین لحظه ناگهان اجتماع عمومی تبدیل به دعواهای فردی شد. ظاهرا جریان از این قرار بود که یکی از مغازه ها شروع به فروش دیگ مخصوصی کرده بود و به علت تبعیزاتی که نسبت به خریداران شده بود زنها شروع به جنجال کرده بودند این ها بسیار نامناسب و نازک بود ولی به دست آوردن اسباب آشپزخانه به ندرت امکان داشت و به اشکال صورت میگرفت برای همین زنها جلوی مغازه جمع شده و سعی داشتند که از فرصت استفاده کنند و بین آنها که موفق شده بودند و آنها که هنوز دستشان به جایی نرسیده بود تدریجا اختلاف بالا می گرفت. زنهایی که دیگی به دست آورده بودند سعی داشتند که از میان جمعیت راهی به بیرون پیدا کنند. زنان دیگر راه را بر آنها بسته بودند و زد و خورد شروع شده بود. گروهی هم صاحب مغازه را متهم به تبعیض می کردند و می گفتند که مقدار زیادی دیگ در پستوی مغازه برای دوستان خود ذخیره کرده است. بار دیگر صدای فریاد و فقان شدیدی بلند شد. دو نفر زن دیگی را چسبیده و موهای همدیگر را میکندند. هر یک کوشش داشت که دیگ را از دست دیگری بیرون بکشد. هر دو در آن واحد دو دسته دیگ را به دست گرفته و میکشیدند. ناگهان یکی از دسته ها کنده شد. این منظره وینستون را از شروع انقلاب به کلی معیوز کرد. با تنفر و انزجاری شدید به آنها نگاه می کرد. اما هنوز به خاطر می آورد که برای چند لحظه صدای این دیویس سی نفر زن چه قدرت و انعکاس وحشت پیدا کرده بود. آنگاه با تأثیر از خود پرسیده بود چرا اینها نمی توانند برای کاری که واقعا اهمیت دارد صدای خود را بلند کنند و دست به اعتراض بزنند. نوشت تا وقتی که به هوش نیایند نمیتوانند دست به انقلاب بزنند و تا وقتی که انقلاب صورت نگیرد به هوش نخواهند آمد. وینستون به خاطر آورد که این جمله در یکی از کتابهای حزبی نوشته شده بود. حزب البته ادعا داشت که کارگران را از اسارت نجات داده و رهبران حزبی دائم تکرار می کردن که قبل از انقلاب کاپیتالیست ها و سرمایه داران به نحو وحشت کارگران را تحت فشار قرار می دادن و زنان را در معادن زغال سنگ به کار وامی داشتند. حقیقت این بود که هنوز همزنان در معادن زغال سنگ کار می کردند و کودکان در سن شش سالگی به کارخانه ها فروخته می شدند. اما در عین حال به موجب سیستم فکر مضاعف حزب به اعضای خود تعلیم میداد که کارگران جزء طبقه پایین هستند که باید به موجب چند قاعده ساده مثل حیوانات تحت تسلط قرار گیرند. درباره کارگران اطلاعات زیادی در دست نبود. لزومی هم نداشت که کسی درباره آنها چیزی بداند. تا آنجا که کارگران مشغول کار و تولید نسل بودند بقیه فعالیت ها و کارهایشان چندان اهمیتی نداشت. حزب آنها را مثل گوسفند های مراتع آرژانتین به حال خود گذاشته بود. و آنها هم به تدریج به طرف یک زندگی خاص که شکل بدوی داشت و اما برای ایشان خیلی عادی شده بود، منحرف شده بودند. به دنیا می آمدند. در بیقوله ها و زاقه ها بزرگ می شدند. در دوازده سالگی به کار می رفتند. از یک دوره کوتاه بلوغ و قرایز جنسی می گذشتند. در بیست سالگی ازدواج می کردند. در سی سالگی پا به سن می گذاشتند و اغلب در شست سالگی میمردند کار سخت بدنی، نگهداری خانه و بچه ها، دعواهای کوچک با همسایگان، تماشای فیلم، مسابقات فوتبال، نوشیدن آبجو و از همه مهمتر قمار، افق فکری ایشان را تشکیل میداد. کنترل و نظارت بر آنها کار آسانی بود. چند تن از معمورین پلیس فکر همیشه میان ایشان میگشتند و شایعات دروغ و بیاساس اساس پخش میکردند و چند نفری را که احتمال داده میشد بعدها خطری به وجود آورند از میان میبردند اما هیچگاه کوشش نمیشد که ایدئولوژی و افکار و ایده های حزب را به آنها تلقین کنند احتیاجی نبود که کارگران دارای احساسات سیاسی قوی باشند. آنچه که مورد نیاز بود یک حس ابتدایی میهن پرستی بود تا به در مواقع احتیاج با استفاده از این حس آنها را وادار به قبول ساعات کار طولانی تر و جیره های کمتر نمود. حتی هنگامی که عدم رضایت در میان ایشان بروز می کرد. این عدم رضایت به جایی منتهی نمی شد. زیرا به علت فقدان عقیده و ایده عمومی نارضایتی متوجه موضوعات کوچک و بی اهمیت می شود. موضوعات مهم و فشارهای شدید اغلب از نظر ایشان پنهان می ماند. حتی اکثریت کارگران در خانه خود تلسکرین هم نداشتند و از این گذشته مامورین پلیس عادی هم به کار ایشان چندان دخالتی نمی کردند. در قسمت کارگری لندن جنایات عجیب و خطرناکی صورت می گرفت و دنیایی مملو از جانیان، دوستها، جیبورها، فواهش، قاچاقچیان مواد مخدر و انواع کلاشان و اوباشان وجود داشت ولی از آنجا که این جنایات و ها فقط در محلات کارگرنشین و در میان کارگران رخ میداد اصلا اهمیت نداشت و اجازه داده شده بود که کارگران در تمام مسائل اخلاقی از رویه اجداد ابتدایی خود پیروی کنند. تقوای جنسی اعضای حزب هرگز به کارگران تحمیل نمیشد. معاشقه بدون مجازات می ماند. طلاق مجاز بود و انجام فرایز مذهبی هم اگر کارگران علاقه و یا احتیاجی به آن نشان میدادند مجاز بود. به عبارت دیگر کارگران ورای سوء زن بودند و شعارهای حزبی این بود که کارگران و حیوانات آزادند. وینستون دستش را پایین برد و با احتیاط زخم پایش را خاراند. زخم پایش دوباره به شدت درد گرفته بود. نکته که شخص اغلب درباره آن به فکر می رفت این بود که از دوران قبل از انقلاب زندگی چه شکل و قیافه ای داشته است. وینستون یک نسخه از کتاب درس تاریخ کودکان را که از خانم پارسنز به امانت گرفته بود از کشوی میزش بیرون کشید و یک قسمت از آن را در دفترچه خاطرات نقل کرد. در روزگاران قدیم قبل از انقلاب درخشان لندن شهری به زیبایی و تراوت امروز نبود شهری کثیف و فقیر بود که اغلب ساکنین آن به زحمت لغمنانی برای رفع گرسنگی به دست می آوردند. و صدها و هزاران نفر از مردم فقیر نه کفش به پا داشتند و نه حتی اتاقی که در آن شب را به روز بیاورند کودکانی که از شما بزرگتر نبودند روزانه دوازده ساعت در کارگاهها برای اربابان ظالم خود کار می کردند و اگر کوچکترین سستی نشان میدادند، دادند های سیمی بر بدن آنها فرود می آمد. قضای آنها آب مانده و تکه نان بود اما در میان آن فقر آور فقط چند خانه بزرگ مجلل وجود داشت که ثروتمندان با تعداد زیادی خدمتکار و پیشخدمت که از ایشان مواظبت و مراقبت می کردند در آن ساکن بودند این ثروتمندان کاپیتالیست و سرمایه دار نامیده میشدند و همه آنها مردمان چاق و زشتی بودند که قیافه وحشت و زنندهی نظیر عکسی که در صفحه مقابل میبینید داشتند. همانطور که در این عکس می بینید کاپیتالیست ها لباس های دراز و مشکی رنگی به تن می کردند. و کلاه عجیب و براقی که شبیه لوله بخاری بود و به آن سیلندر می گفتند به سر می گذاشتند. این لباس یونیفرم و لباس متحدالشکل شکل کاپیتالیست ها بود و به هیچ کس دیگر اجازه پوشیدن آن داده نمی شد. کاپیتالیست ها صاحب همه چیزهای دنیا بودند و تمام افراد و اشخاص دیگر برده و بنده ایشان محسوب می شدن. تمام زمین ها، تمام خانه ها، تمام کارخانه ها و تمام پول ها متعلق به ایشان بود و هر کس از اطاعت ایشان سر میپیچید پیچید فوراً او را به زندان می انداختن. کاپیتالیست ها می توانستند کارگران یاقی را بیکار کنند و تا سرحد مرگ آنها را گرسنگی بدهند و هر وقت یک فرد عادی میخواست با یک کاپیتالیست صحبت کند باید سرش را پایین بیاندازد خم شود تعظیم کند کلاهش را بردارد و او را ارباب خطاب کند رؤسای کاپیتالیست ها عبارت بودند از پادشاه بقیه نام ها را میدانست. در کتاب پس از پادشاه به کشیش هایی که آستین های گشاد داشتند. قضاتی که کلاگیس به سر می گذاشتند. بورس، بازار معاملات، مراسم تجدید انتخاب شهردار و بوسیدن پاشنه پای پاپ اشاره می شود. علاوه بر اینها به گفته تئوریسین ها قانون دیگری هم وجود داشت که قطعا در کتاب کودکان با آن اشاره نمیشد. به موجب آن هر کاپیتالیست اجازه داشت که با هر یک از زنانی که در کارخانه اش کار میکردند رابطه برقرار کند. چگونه تشخیص این حقیقت که چه مقدار از این گفته ها دروغ است؟ ممکن بود امکان داشت که ادعای مبنی بر اینکه وضع افراد متوسط در دوره پس از انقلاب بهبود پیدا کرده است صحیح باشد و تنها یک مدرک علیه این ادعا وجود داشت و آن اعتراض ساکت درون استخوان‌های انسان و احساس غریزی این امر بود که شرایط زندگی فعلی غیر قابل تحمل است و قطعا در روزگار گذشته زندگی شرایط و وضع دیگری داشته است وینستون اغلب متوجه این نکته میشد که خصیصه حقیقی زندگی جدید ظلم و عدم امنیت نیست بلکه برهنگی کسافت و عدم مطبوعیت است او با نگاهی به اطراف متوجه می شد که زندگی نه فقط به دروغهایی که مرتبا از تلسکرین شنیده می شد شباهتی ندارد بلکه حتی با ایدئال های هم که حزب ظاهرا در رسیدن آن کوشش می کند تطبیق نمی نماید. قسمت عمده زندگی حتی برای یک عضو حزب که خنگ و غیر سیاسی بود عبارت از کارهای خسته کننده جدال برای به دست آوردن یک جا در مترو حفظ یک جفت جوراب کهنه و وصله ای نگهداری یک قرص ساخارین و پسنداز کردن تحسیگار هاست حالان که ایدئال هایی که از طرف حزب تعیین شده بود بزرگ وحشت آور و درخشان مینمود. و عبارت بود از دنیایی از فولاد و آهن ماشین های قول پیکر و سلاح های وحشت انگیز. ملتی که شامل نگهبانان نیرومند و متعصب است و با اتحاد کامل پیش می رود. یک فکر دارد و یک شعار را بر زبان می آبرد و دائما به کار و کوشش و جنگ و احراز پیروزی و تعقیب آرزوهای بزرگ خیش مشغول است و 300 میلیون اعضای آن چهره واحدی دارند و به هدف واحدی توجه کنند. اما حقیقت چیز دیگری بود حقیقت فساد و پوسیدگی بود شهرهای کثیف و تهواوری بود که در آن زنان و مردان گرسنه با کفش‌های کهنه خود لخلخ لخ کنان به این سووان سو و آنسو می رفتند و در خانه‌های قدیمی قرن نوزدهم که همیشه بوی کلم پخته و مستراح می‌داد زندگی می‌کردند. قیافه شهر وسیع و خراب لندن با میلیون ها قلو سنگ و خورده آجر که در کوچه ها و خیابان های آن پخش شده بود در مقابل چشمان وینستون رژه می و این منظره با تصویر خانم پارسنز و لوله آب آشپزخانه او قیافه چین خورده و موهای وست کردش در همامیخته. دوباره خم شد و قوزک پایش را خاراند. شب و روز تلسکرین گوش مردم را با پخش آمار و ارقام خراش میداد. هدف انتشار این ارقام آن بود که اثبات کنند مردم غذای بیشتر، لباس بهتر، خانه های وسیع تر دارند، از تفریحات جالبتری استفاده می کنند، عمرشان طویل تر، ساعات کارشان کوتاهتر است و نیرومند تر، سالم تر، قد بلند تر، تر و باهوشتر از مردم پنجاه سال پیش هستند. و از تعلیمات و فرهنگ بهتر و وسیعتری استفاده می کنند. اما اثبات و یا انکار این ارقام هرگز امکان پذیر نبود. حزب ادعا کرد که تعداد باسوادان طبقه کارگر فعلا چهل درصد است. حالان که در زمان قبل از انقلاب پانزده درصد بوده است. همچنین مدعی میشد که تعداد تلفات کودکان از 300 در هزار در زمان قبل از انقلاب به 160 در هزار در حال حاضر رسیده است و این ارقام دائما در برنامه های تلسکرین شنیده میشد اما قضیه درست مثل یک معادله دو بود و امکان زیاد داشت که تمام آنچه که در کتابهای تاریخ ذکر میشد حتی تمام آنچه که شخص بدون تردید قبول میکرد ساخته و پرداخته خیال باشد بعید نبود که اصولا موجودی به نام کاپیتالیست و سرمایهدار در گذشته وجود خارجی نداشته و لباس دمدار و کلاه سیلندر فقط زایده تصورات باشد. زیرا نه دلیل قابل اعتمادی علیه این ادعاها و نه مدرکی موافق آن وجود داشت. همه چیز در پرده ای از مه قلیز فرو رفته بود. صفحه گذشته پاک شده و دروغ صورت حقیقت به خود گرفته بود. اما وینستون یک بار در سراسر عمر خود یک دلیل و مدرک زنده مبنی بر جل به دست آورده و آن را برای مدت سی ثانیه در دستهای خود نگه داشته بود. این واقعه احتمالاً در سال 1973 اتفاق افتاده بود. و در هر حال مقارن موقعی بود که او و کاترین میخواستند از هم جدا شوند و شاید بتوان گفت که در حدود هفت یا هشت سال پیش بود. جریان قضیه از عواست دهه 1960 به بعد از دوره تصویه بزرگ که طی آن رهبران اصلی حزب برای همیشه از میان رفتند شروع می شود. در سال 1970 هیچ یک از رهبران اصلی حزب جز برادر بزرگ باقی نماند و همه آنها خائن و ضد انقلاب معرفی شده بودند گلدشتاین فرار کرده و در جایی که هیچ کس از آن اطلاعی نداشت مخفی شده بود از بقیه رهبران عده کمی ناپدید شده و گروه کسیری نیز پس از محاکمات پرسرصدا و اعتراف به جنایات خود در میدانهای عمومی اعدام شده بودند. اما سه نفر از رهبران اصلی حزب که مدتی ناپدید شده بودند هنوز زنده بودند این سه نفر جونز، آرونسون و روترفورد نام داشتند. هر سه در حدود سال 1965 دستگیر شده و همانطور که اغلب اتفاق میافتاد برای مدت یک سال یا بیشتر ناپدید شده بودند. هیچکس نمیدانست که زنده هستند یا مرده. ولی بعدا به طور ناگهانی آشکار شده بودند تا طبق رویه معمول به جرائم و گناهان خود اعتراف کنند. هر سه اعتراف کرده بودند که با سازمان جاسوسی دشمن در آن هنگام نیز اوراسیا دشمن بود همکاری داشته بیت المال را حیف و میل کرده گروهی از اعضای مورد اعتماد حزب را به قتل رسانده و در تحریکات علیه برادر بزرگ و همچنین خرابکاری هایی که موجب مرگ صدها هزار نفر شده است دست داشتند. پس از این اعترافات هر سه نفرشان را آزاد کرده و آنها را دوباره به عضویت حزب پذیرفته و مشاقلی که در واقع ارزشی نداشت ولی مهم به نظر می رسید به آنها واگذار کرده بودند. بعدا هر سه آنها مقالات مفصلی درباره علت رفتار خود در دوره های گذشته نوشته و قول داده بودند که در آینده رویه گذشته را جبران کنند چندی پس از آزادی این سه نفر وینستون آنها را در کافه چستنات دیده بود. الان به خاطر می آورد که با چه شیفتگی وحشت زده ای از گوشه چشم به آنها نگاه می کرد. هر سه آنها مسنتر از وینستون بودند و در واقع از باقی ماندگان نسل و دنیای قدیم و آخرین قیافه های بزرگ فعالیت های قهرمانی روزهای انقلاب به شمار می رفتند. درخشندگی و شکوه فعالیت های زیرزمینی و جنگ های داخلی هنوز به طور ضعیفی در چهرهشان انکاس داشت. با آنکه تاریخ و حقایق آن به تدریج محو میشد، شد، وینستون چنین احساس می کرد که نام این سه نفر را مدتها قبل از آن که نام برادر بزرگ به گوشش بخورد شنیده و از دور با آنها آشنایی داشته است. اما به هر حال این سه نفر یاقی و دشمن محسوب می شدند و مسلم بود که در طی یک یا دو سال به طور قطع از میان می رفتند. زیرا وقتی کسی دچار پلیس فکر میشد هرگز نمیتوانست از چنگ آن نجات پیدا کند و بالاخره گرفتار میشد این سه نفر نیز حکم جنازه هایی را داشتند که در انتظار اتومبیل نشکش باشند. روی صندلی های نزدیک آنها هیچ کس دیده نمیشد. چون صلاح نبود که شخص را در نزدیکی این چنین کسانی ببینند. آنها همچنان ساکت و سامت نشسته بودند و گیلاس های محتوی جین که با یک نوع برگ گل معطر شده بود جلویشان دیده می شود. از این سه نفر روترفورد بیش از دیگران وینستون را تحت تاثیر قرار داده بود. او روزگاری یک کاریکاتوریست بزرگ و خوشزوق شناخته میشد و کاریکاتورهای او که بیرحمان دستگاه را میکوبید چه در زمان قبل از انقلاب و چه در دوره انقلاب روی افکار مردم تأثیر شدید داشته و آتش انقلاب را تیزتر ساخته بود. حتی هنوز هم گاهی کاریکاتورهای او در روزنامه تایمز لندن انتشار میافت. اما این کاریکاتورها روح کاریکاتورها به شمار میرفت. و تم و موضوع آن اغلب مبتزل و کهنه و سوژه های آن از این قبیل بود. زاغه های کارگری، کودکان گرسنه، جنگ های خیابانی و سرمایه دارانی که کلاه سیلندر بر سر داشتند. سرمایه داران و کاپیتالیست ها حتی در جبهه و هنگام جنگ هم از کلاه سیلندر نمیگذشتند و چنین به نظر می رسید که کاریکاتوریست سعی و کوشش زیادی دارد که به زمان گذشته بازگردد ولی نتیجه نمی گیرد. روترفورد اندامی درشت موهای خاکستری و لبهایی برجسته داشت که به صورتش حالت خاصی بخشیده بود معلوم بود که روزگاری مرد نیرومندی بوده است ولی اکنون همه وجودش حاکی از سستی و ضعف و بیحالی بود و چنین به نظر می رسید که اندام درشتش از هم متلاشی می شود و پوست و گوشت شل و بیشکل بدنش در حال ریختن است و وجودش همین دم مثل کوهی که دچار زلزله شده باشد در مقابل چشم شخص فرو خواهد ریخت ساعت سه بعد از ظهر بود و این ساعت ساعت تنهایی و سکوت به شمار می رفت. وینستون نمیدانست که چرا در چنین ساعتی به کافه آمده است کافه تقریبا خالی بود و موسیقی ضعیفی از تلسکرین به گوش می رسید. سه مرد در گوشه سالن همچنان بی حرکت نشسته بودند. گارسون بدون اینکه دستوری گرفته باشد گیلاس های تازه ای از جین در مقابل ایشان گذاشت. یک جبه شطرنج در کنار آنها قرار داشت و مهره ها مرتب چیده شده بود اما کسی بازی را شروع نمی کرد. در این هنگام برای مدتی کمتر از نیم ثانیه صدای تلسکرین نامرتب شد و آهنگی که نواخته می شد و همچنین صدای آن تغییر یافت و صدای شبیه تشریح و تعریف آن مشکل است. صدایی عجیب و شکسته شبیه ارعر خر و خنده بلند و شدید که وینستون آن را در مغز خود صدای رمز نامید به گوش رسید. آنگاه شنیده شد که کسی این آواز را میخواند. در زیر درخت گردو که شاخ و برگش به این سو و آن سو پراکنده است تو به من فروختی و من به تو فروختم. آنها آنجا خوابیدند و من اینجا در زیر درخت گردو که شاخ و برگش را به این سو و آن سو پراکنده است. سه مرد تکان نخوردند. اما وقتی وینستون دوباره به چهره خرد شده روترفورد نگاه کرد متوجه شد که چشمهایش مملو از اشک شده است برای اولین بار در حالی که بدنش دچار تشنج شده بود و نمیدانست که این تشنج برای چیست دید که هم روترفورد و هم آرونسون بینیهایشان شکسته است چندی بعد هر سه آنها را دستگیر کردند و گفته شد که از اولین لحظه آزادی دست به تحریکات و توته های جدید زده بودند. در محاکمه مجدد هر سه نفر بار دیگر به جنایات و خیانتهای گذشته و یک رشته جنایات جدید اعتراف کردند. بعد هر سه ادام شدند. و سرنوشت آنها برای عبرت آیندگان در تاریخ حزب ضبط گردید در حدود پنج سال بعد در سال 1973 یک روز وینستون هنگامی که بست کاغذهایی را که از داخل لوله روی میز او افتاده بود باز می کرد. چشمش به یک تکه از روزنامه تایمز افتاد که ظاهرا بر اثر سهلنگاری داخل کاغذهای دیگر شده و بالاخره به روی میز او رسیده بود اما به محض آنکه وینستون تکه روزنامه را باز کرد متوجه اهمیت و حساسیت فراوان آن شد این تک روزنامه نیمه بالای یک صفحه روزنامه و متعلق به ده سال قبل بود و تاریخ دقیق انتشار آن بالای صفحه دیده می شود. یک عکس از هیئت نمایندگی حزب که برای شرکت در یک جشن حزبی به نیویورک رفته بود در آن چاپ شده بود. اعضای برجسته این هیئت که در وسط عکس دیده میشدند روترفورد، آرونسون و جونز بودند. در این مورد وینستون کوچکترین تردیدی نمی توانست داشته باشد. از این گذشته نام آنها نیز در شرح زیر عکس نوشته شده بود. نکته اینجا بود که در هر دو محاکمه این سه نفر اعتراف کرده بودند که در تاریخ چاپ این روزنامه در خاک اوراسیا بودند و اعترافات آنها حاکی بود که از یک فرودگاه مخفی در کانادا به محلی در سیبری پرواز کرده و در آنجا با چند تن از اعضای ستاد اوراسیا ملاقات کرده و اسرار نظامی مهمی را برای آنها فاش ساختند تاریخ این ملاقات به علت آنکه درست در روز نیمه تابستان روی داده بود در ذهن وینستون باقی مانده بود ولی البته این اعترافات و تاریخ ملاقات مزبور در رونده های گوناگون ضبط شده بود و وینستون درباره آن کوچکترین شکی نداشت و به این جهت فقط یک نتیجه میتوانست بگیرد و آن اینکه اعترافات دروغ محض بوده است این قضیه در نفس امر کشف محسوب نمیشد. زیرا وینستون حتی در همان هنگام محاکمات هم هرگز تصور نکرده بود که متهمین واقعا اتهاماتی را که به ایشان نسبت داده میشد مرتکب شدند. اما این تکه روزنامه یک مدرک زنده و قطعی و انکار ناپذیر گوشه ای از گذشته محو شده بود و درست این حالت را داشت که ناگهان یک قطع فسیل متعلق به زمانهای دور در یک طبقه رسوبی متعلق به زمانهای جدید کشف شود. و تمام فرضیات علمی زمین را در هم بریزد اگر این قطعه روزنامه و این مدرک به نحوی در جهان منتشر میشد و اهمیت آن تشریح میشد کافی بود که اساس حزب را متلاشی کند اما وینستون پس از کشف تکه روزنامه بدون وقفه و همچنان به کار خود ادامه داده و به محض مشاهده عکس و درک اهمیتش آن را با تکه کاغذ دیگری پوشانده بود از جهت تلسکرین نیز نگرانی نداشت زیرا خوشبختانه هنگامی که تکه روزنامه را باز می کرد روزنامه سر و ته بود و عکس در تلسکرین به خوبی دیده نمی شد. با وجود این اهمیت این سند به حدی بود که وینستون نمی توانست درباره آن فکر نکند. دفتری را که مخصوص یاد داشت برداشتن بود روی زانویش گذاشت و برای آنکه از حوزه دید تلسکرین تا آنجا که ممکن است دور باشد صندلی چرخدارش را به عقب کشاند کنترل عضلات صورت کار مشکلی نبود حتی با کمی کوشش و زحمت شخص می توانست تنفس خود را هم کنترل کند. اما حرکات و ضربان قلب قابل کنترل نبود و دستگاه تلسکرین به حدی حساس بود که می توانست ضربان قلب را هم ضبط کند برای مدتی که به نظرش در حدود ده دقیقه آمد بی حرکت روی صندلی نشست. ولی در تمام این مدت دچار ترس و شکنجه شدیدی بود که مبادا یک اتفاق کوچک و مثلا وزیدن باد روزنامه را تکان بدهد و او را دچار سرنوشت خطرناکی سازد بعد بدون اینکه تکه روزنامه حاوی عکس را دوباره باز کند آن را همراه سایر کاغذهای باطله به داخل لوله کاغذ باطل انداخت تا در ظرف یک یا دو دقیقه دیگر احتمالا تبدیل به خاکستر شد. این واقعه ده یازده سال قبل اتفاق افتاده بود. شاید اگر امروز اتفاق می افتاد تکه روزنامه و عکس را نگه می داشت. ولی به هر حال این نکته عجیب بود که با آنکه تکه روزنامه و واقعه مربوط به آن از پرونده ها و بایگانی ها حذف شده و فراموش شده بود این امر که او تکه روزنامه و عکس آن را مدت چند دقیقه با چشمان خود دیده و با دست خود لمس کرده است برای او موضوع مهمی به شمار می رفت. شاید فکر می کرد که تسلط حزب برگذشته به علت اینکه روزگاری فقط برای مدت کوتاه مدرکی علیه آن وجود داشته کمتر از آنچه که تصور می رود قوی و نیرومند است اما بر فرض هم که او می توانست خاکسترها را دوباره تبدیل به عکس کند آن عکس و شرح آن دیگر مدرک و دلیلی علیه حزب محسوب نمیشد. زیرا وقتی که او عکس را کشف کرده بود اوشینیا دیگر با اوراسیا در جنگ نبود و سه نفر رهبران ادام شده باید اسرار نظامی را برای رهبران استیشیا فاش کرده باشند نه اوراسیا از آن هنگام به بعد هم تغییرات دیگری که وینستون تعداد آن را درست به خاطر نمیآورد، شاید یک و شاید هم سه بار روی داده بود و به احتمال زیاد اعترافات این رهبران چندین و چند بار از نو نوشته شده بود و شاید حالا دیگر هیچ گونه اهمیتی نداشت. گذشته نه فقط تغییر می کرد بلکه دائم در تغییر بود ولی نکته ای که او را دچار ناراحتی کابوس مانندی می کرد این بود که چرا این جعل پایان ناپذیر صورت می گیرد؟ البته نتیجه فوری جعل، جعل تاریخ گذشته روشن بود. ولی مقصود نهایی آن اسرارآمیز می نمون. وینستون قلمش را برداشت و دوباره شروع به نوشتن کرد. می فهمم که چطور اما نمیدانم که چرا. همچنان که بارها به فکر فرو رفته و مردد شده بود، بار دیگر به فکر فرو رفت که آیا خود او دیوانه نیست؟ شاید دیوانه کسی بود که در اقلیت قرار می گرفت. روزگاری اعتقاد به اینکه زمین به دور خورشید میچرخد دلیل بر دیوانگی بود. و امروز عقیده به اینکه غیر قابل تغییر است علامت دیوانگی به شمار میرفت. ممکن بود که او در این عقیده تنها باشد و در این صورت دیوانه محسوب میشد اما فکر اینکه دیوانه باشد چندان او را ناراحت نمیکرد ناراحتی او از این جهت بود که مبادا واقعا اشتباه کند. کتاب تاریخ مخصوص کودکان را برداشت و به عکس برادر بزرگ که روی پشت جلد آن چاپ شده بود نگاه کرد. چشم های کننده برادر بزرگ به چشم های او خیره شد. چنین به نظر می رسید که نیروی قولاسایی وینستون را تحت فشار گذاشته است. به داخل جمجمهش نفوذ می کند، مغزش را می کوبد و او را با ترس و وحشت از درون حصار عقاید خود بیرون می کشد و متقاعدش می کند که دلایل عقلی و مدارک زنده را انکار کند. شاید هم بالاخره حزب اعلام می کرد که دو دوتا پنج می شود. و شخص ناچار به قبول آن میشد و بعید هم نبود که بالاخره چنین نظری اعلام شود زیرا منطق وجودی حزب چنین چیز را ایجاب می کرد فلسفه حزب نه فقط صحت تجربیات بلکه وجود حقایق و واقعیات خارجی را هم انکار می کرد رد منطق عمومی و عادی بود. آنچه وحشتناک بود این نبود که شما را به علت اعتقاد به عقیده دیگری از میان ببرند. بلکه این بود که واقعا راست بگویند و حق با آنها باشد. واقعا از کجا می دانیم که دو دوتا چهار می شود؟ و یا آنکه قوه جاذبه بر زمین مسلط است و یا گذشته غیر قابل تغییر است اگر هم گذشته و هم دنیای خارج فقط در مغز وجود داشته باشد و اگر مغز خود قابل کنترل باشد در آن صورت چه میتوان گفت اما نه شجاعتش ناگهان و به طور غیر ارادی نیروی یافت. قیافه اوبراین بدون اینکه ارادهای کرده باشد به مغزش راه یافته بود و اکنون با اطمینانی قوی تر از هر موقع دیگر میدانست که اوبراین با او و فکر او موافق است. بعد فکر کرد که اصلا خاطرات روزانه را برای او می نویسد. دفتر خاطرات او مثل یک نامه طولانی پایان ناپذیر بود که بالاخره هیچ کس آن را نمیخواند ولی خطاب به شخص معین و به خاطر او نوشته میشد. حزب می گفت که حتی مشاهدات و مدارک عینی و زنده را هم رد کنند. این فرمان فرمان نهایی و ضروری ترین فرمان حزب به شمار می رفت. وینستون فکر کرد که چه قدرت عظیمی در جبهه مخالف او قرار گرفته. و هر یک از روشن فکران حزبی چه آسان می توانند در یک مباحثه بر او پیروز شوند. زیرا مسلما در این بحث ها استدلالهایی میشد که او حتی قدرت فهم آن را هم نداشت چه رسد به اینکه بتواند در مقام جوابگویی و رد آن براید و به تصور این شکست قلبش فرو ریخت اما کاملا به خود و ای که پیدا کرده بود اطمینان داشت معتقد بود که آنها گمراهند و راه حقیقت راه اوست و باید از حقیقت واضح و آشکار دفاع شود. به خود جرأت میداد که از این راه باز نگردد زیرا حقیقت حقیقت است و قوانین نیرومند و آهنین دنیا هرگز تغییر نمی کند. همانطور که سنگ سخت است و آب مرتوب و اشیایی که به جایی اتکا نداشته باشند به طرف زمین کشیده و جذب می شوند این قوانین هم تغییر نخواهند یافت و گویی با اوبراین صحبت می کند و یا یک شعار و گفته بزرگ از خود به جای میگذارد چنین نوشت آزادی آزادی ابراز این حقیقت است که دو به اضافه دو چهار شود اگر این حق اعطا شود همه حقوق دیگر به دنبال آن خواهند آمد از ته یک راه رو ناگهان بوی قهوه بوداده قهوه حقیقی و نه قهوه ویکتوری معمولی در خیابان پخش شد. وینستون بی اختیار متوقف شد و شاید برای دو ثانیه به دنیای فراموش شده زمان کودکی بازگشت. بعد دری به هم خورد و ناگهان بوی قهوه بوداده مثل یک صدا قطع شد. وینستون چندین کیلومتر روی سنگ فرش خیابان راه رفت. زخم پایش به شدت درد گرفته بود. این دومین باری بود که وینستون در طی سه هفته در مرکز تفریحات حضور پیدا نمی کرد و این کار کار بی خطری نبود. زیرا همه اطمینان داشتند که حضور در مرکز تفریحات دقیقاً کنترل می شود. اصولا هیچ یک از افراد حزب جز هنگامی که به خواب می رفتند وقت آزاد نداشتند. انتظار مقامات حزبی این بود که افراد حزب هنگامی که مشغول کار یا غذا خوردن و یا خوابیدن هستند در یک قسمت از تفریحات اجتماعی حزبی شرکت کنند. هر اقدامی که تمایل شخص را به تنها ماندن نشان میداد حتی یک پیاد روی ساده در خیابان خطرناک بود و در زبان نو نیز کلمه برای این تمایل ساخته بودند و به آن تنها زندگی می گفتند و مفهوم آن علاقه به زندگی انفرادی و داشتن روحیه غیرعادی بود اما امشب هنگامی که از وزارتخانه بیرون آمد هوای با تراوت ماه فروردین که نسبت به شبهای دیگر گرمتر و مطبوعتر بود به وسوسهاش انداخت که کمی پیاده روی کند در همان هنگام به یاد مرکز تفریحات ازدهام و شلوغی آن و بازیهای های خسته ای که نفس انسان را بالا می آورد. سخنرانی ها و مشروب محوع جین مصنوعی افتاد و احساس کرد که نمی تواند چنان محیطی را تحمل کند. بعد به دنبال یک تصمیم فوری از راه ترن زیرزمینی که به طرف مرکز تفریحات می رفت برگشته ابتدا راه جنوب بعد شرق و بعد دوباره راه شمال را پیش گرفته بود و بدون اینکه بداند به کجا می رود خود را در پس کوچه های ناشناس لندن گم کرده بود وینستون در دفتر خاطرات خود نوشته بود اگر بتوان امیدی داشت این امید متوجه طبقه کارگر است و این جمله اغلب در ذهن و مغزش تکرار می و یک حقیقت افسانه ای و یک حماقت محسوس و آشکار را برای او اعلام می کرد. در این هنگام او به محله کارگری شمال شهر که خانه های قهوهی رنگ کوچکی داشت و روزگاری محله سنت پانکراس در شرق آن قرار داشت رسیده بود. در خیابانهایی راه می رفت که کف آن را با قلب سنگ فرش کرده بودند. اغلب خانه های آن دو طبقه بود و درهای کوتاه و توسری خورده ای داشت که مستقیما جلوی سنگ فرش باز میشد و انسان را به یاد سوراخ موش میانداخت. اینجا و آنجا آبهای کثیف لای قلوه سنگ ها جمع شده بودند و در داخل و خارج راهروهای خانه ها که اغلب تاریک بود و در سراسر پیاده روی خیابان جمعیت انبوهی در هم میلولید و این جمعیت عبارت بود از دخترانی که به حد کمال بلوغ رسیده و لبهاشان را کمی رژ زده بودند. جوانانی که دختران را تعقیب می کردند. زنان باد کرده ای که شکل ده سال بعد آن دختران را در نظر انسان مجسم می ساختند. پیرمردان و پیر زنانی که با قطهای خمیده و پاهای لرزان راه می رفتند. و کودکانی که با پاهای برهنه و لباسهای ژنده و پاره روی سنگ ها بازی می کردند. شاید یک چهار روم شیشه های پنجره های خیابان شکسته بود و به جای آن چوب کوبیده بودند. کسی به وینستون توجهی نداشت و فقط در ابتدای ورود به این محله چند نفر با کنجکاوی به او چشم دوخته بودند. دو نفر زن تنومند که بازوهای آجوری رنگ داشتند در پاشنه یکی از درها ایستاده و با هم صحبت می کردند. وینستون همانطور که با آنها نزدیک می شد قسمتی از حرفهایشان را شنید. یکی از آنها می گفت بهش گفتم بله خیلی خوبه اما اگه تو جای من بودی همون کاری رو می کردی که من کردم. خیلی آسون آدم ایراد بگیره اما تو اون دردی رو که من دارم نداری. دیگری جواب داد او بله همینه اصل قضیه همینه. ناگهان صدا قطع شد و هر دو با سکوت کامل همانطور که وینستون از مقابلشان رد میشد به طور خسمانه ای او را ورانداز کردند اما این نگاه کاملا خسمانه نبود بلکه حکایت از یک ناراحتی و نگرانی می کرد. مثل نگرانی و ناراحتی که شخص هنگام مواجهه با یک حیوان ناشناخته پیدا می کند. اونیفرم آبی رنگ حزبی در این خیابان ها کمتر دیده می شود. و در حقیقت دیده شدن شخص در چنین خیابانهایی ایجاد مسئولیت میکرد. مگر آنکه انسان اثبات کند که برای انجام یک وظیفه اداری معین به این محلات آمده است. و اگر گاردها با او روبرو می شدند جلویش را می و میگفتند. مداره که تو ببینیم. اینجا چی کار میکنی؟ چه ساعتی اداره رو ترک کردی؟ آیا همیشه از همین راه به خونه میری؟ و از این نوع سوالات. تغییر مسیر خانه البته غیر قانونی نبود. ولی اگر پلیس فکر از جریان اطلاع پیدا میکرد همین ممکن بود که موجب جلب توجه و سوء زن شود. ناگهان سراسر خیابان دچار استراب و هیجان شد. مردم از هر سمت فریاد می کردند و مثل خرگوش به خانه های خود فرار می کردند. جلوی پای وینستون زنی از خانه بیرون پرید و با یک حرکت دست بچه کوچکی را که در پیاده رو بازی می کرد گرفت و او را زیر پیشبند خود مخفی کرد و به داخل خانه برگشت. در همین لحظه مردی که لباس سیاه رنگی به تن داشت و از یک کوچه فرعی بیرون آمده بود به سرعت نزد وینستون آمد و در حالی که به آسمان اشاره می کرد گفت مواظب باش کشتی الان می خوره زمین دراز به کش زود <متصفيق> کشتی نامی بود که کارگران به یک دلیل نامعلوم به بمب‌های ای داده بودند. وینستون بلافاصله خود را به زمین انداخت و به رو خوابید. معمولا هر وقت کارگران پیش بینی از این قبیل می کردن، حق با آنها بود و گرچه بمب های سرعتی بیش از سرعت صوت داشت چنین به نظر می رسید که کارگران به کمک یک حس غریزی چند لحظه زودتر از دیگران از حرکت آن آگاه می شود. وینستون سرش را با دو دست چسبید. صدای قررش شدیدی که سنگ فرش را به لرزه میانداخت شنیده شد و بعد رگباری از یک شیء سبک به پشت او بارید. و هنگامی که وینستون بلند شد دید که خورد شیشه های پنجره یکی از خانه های نزدیک روی لباسش ریخت است. به راه افتاد. بمب تعداد زیادی از خانه ها را در فاصله 200 متری او به کلی خورد کرده بود. دود آبی رنگی آسمان را گرفته بود و از زمین نیز گرد و خاک بلند می شود. در میان گرد و خاک ادهی به تدریج دور خرابه ها جمع می شدند. در مقابل او روی سنگ فرش چیزی افتاده بود. که یک رگه قرمز در آن دیده میشد. وقتی وینستون به آن نزدیک شد، دید که یک مچ قد شده انسان است و چنان سفید شده که بیشتر شباهت به یک مچ دست سنگی دارد. با نوک پا آن را به طرف فاضلاب انداخت و برای آنکه به جمعیت برخورد نکند، راه خود را تغییر داد و از یک کوچه فرعی به سمت راست پیچید. در مدت سه تا چهار دقیقه از منطقه‌ای که بمب به آن اصابت کرده بود به کلی دور شد. در این منطقه جدید زندگی محوه همراه با ازدهام شدید ادامه میافت. گویی در دو خیابان آن طرفتر اصلا واقعی رخ نداده است. مردم به طور عادی در خیابان مشغول رفت آمد بودند. ساعت تقریبا هشت بعد از ظهر بود. مغازه های مشروب فروشی که هوای خفقان داشتند مملو از جمعیت بود. و از میان درهای فنردار آن که مرتبا باز و بسته میشد، بوی آمیخته از آبجوی ترش، خاکره و ادرار بیرون میزد. در یک گوشه سکنجی خیابان سه نفر نزدیک هم ایستاده بودند. نفر وسطی روزنامه تا ای در دست داشت و دو نفر دیگر از بالای شانه او به آن نگاه می کردند. وینستون حتی هنگامی که هنوز با آنها نزدیک نشده بود از طرز ایستادن آنها فهمید که مطلب روزنامه سخت توجه هر سه را به خود جلب کرده است. ظاهرا خبری که مشغول خواندن بودند خبر جدی بود هنوز به ده قدمی نرسیده بود که ناگهان آن سه نفر از هم جدا شدند و دو نفر از ایشان سخت بنای اعتراض را گذاشتند. در یک لحظه چنین به نظر می رسید که همین الان کارشان به دعوا خواهد کشید. نمی فهمی من چی میگم؟ میگم هیچ نمره ای که به هفت ختم شده باشه در ظرف چهارده ماه اخیر برنده نشده نه برنده شده نه برنده نشده من تمام نمره های برنده دو سال قبل رو توی خونه روی تیک کاغذ نوشتم و با دقت نگه داشتم مطمئنم که در ظرف چهارده ماه گذشته هیچ نمره ای که به هفت نخیر یه نمره هفت برنده شده نوک زبونمه یادم نمیاد آخرین عدداش به چهل و هفت ختم میشد ماه فوریه هفته دوم فوریه بود فوریه و ارواح مادر بزرگت. من همه این نمره ها رو نوشتم مطمئنم که هیچ نمره ای نفر سوم گفت خیلی خوب بس دیگه صحبت درباره بلیط های بخت آزمایی بود وینسون از کنار آنها گذشت و وقتی در حدود سی قدم از آنها دور شده بود دوباره نگاهی به عقب انداخت. هنوز با هیجان و استراب و با قیافه های تند و خشن با هم مشغول بحث و جدل بودند. بیلیت های بخت آزمایی که هر هفته مبالغ هنگفتی جایزه داشت یکی از مسائل و موضوعات مهم مورد توجه کارگران بود. شاید میلیون ها نفر از کارگران بودند که بلیط های بخت آزمایی برای ایشان یک علت مهم ادامه زندگی بود. برای عده ای این بلیط ها تنها و اصلی ترین علت ادامه زندگی به شمار می رفت. بیلیت ها و قرعه کشی آن برای این گروه تفریح بازی و سرگرمی محسوب میشد و تنها محرک فکری ایشان به شمار میرفت هنگامی که موضوع بخت آزمایی مطرح می شد حتی کسانی که خواندن و نوشتن نمی دانستند از عهده محاسبات دقیق و بغرنج بر می آمدند حافظهشان قدرت عجیبی پیدا می کرد و زندگی یک گروه کثیر از راه پیشگویی و فروش بلیت های فرعی بخت آزمایی و یا روش دعاها و اوراقی که به عقیده کارگران شانس و بخت را برای آنها می آورد می گذشت. کار وینستون به هیچ وجه با بخت آزمایی که توسط وزارت فراوانی اداره میشد شد ارتباط پیدا نمی کرد. ولی او می دانست. در حقیقت همه میدانستند که جوایز بخت آزمایی اغلب خیالی بود. فقط ارقام کوچک پرداخت میشد و ارقام بزرگ جوایز به اشخاصی که اصلا وجود نداشتند تعلق می گرفت. و چون بین قسمت های مختلف اوشینیا ارتباط واقعی وجود نداشت تنظیم چنین کاری چندان با اشکال روبرو نمیشد اما اگر امیدی وجود داشت این امید متوجه کارگران بود. و هنگامی که این کلمات به زبان می آمد عاقلانه و قابل درک می نمود. و وقتی شخص به انسانهایی که از روی سنگ فرش خیابان از کنار او رد می شدند نگاه می کرد این جمله شکل ایمان و اعتقاد پیدا می کرد. وینستون وارد خیابان شیبداری شده بود که به سمت پایین تپه می رفت. وقتی وارد این خیابان شد این طور به نظرش رسید که قبلا نیز به این حدود آمده است و یک بازار خرد فروشی در همین نزدیکی وجود دارد. از یک نقطه تقریبا دور صدای فریاد فروشندگان به گوش می رسید. خیابان پیچی خورد. و بعد به چند پله منتهی شد که در منتها علیه آن کوچه باری که فرو رفته ای قرار گرفته بود و در آن گروهی از فروشندگان با قیافه های خسته خود مشغول فروش سبزیجات بودند. در همین لحظه وینستون به خاطر آورد که اینجا کجاست. این کوچه به یک خیابان اصلی میخورد که سر پیچ آن مغازه خورده فروشی که او کتابچه سفید خاطرات خود را از آن خریده بود قرار داشت. جای قلم و دوات و جوهر خود را نیز از یک مغازه کوچک دیگر که در نزدیکی اولی بود گرفته بود. چند لحظه بالای پله هایی استاد. در طرف دیگر خیابان یک مشروب فروشی کوچک و کسیف وجود داشت که به نظر می رسید شیشه های پنجره آن یخ بسته است. ولی حقیقت این بود که گرد و خاک زخیمی روی آن نشسته بود. یک پیرمرد که پشت خمیده و سیبیل سفیدی داشت ولی چابک به نظر می رسید در فنردار مشروب فروشی را باز کرد و داخل شد. وینستون همانطور که پیرمرد را تماشا میکرد فکر کرد که او اکنون در حدود هشتاد سال دارد و در زمان انقلاب سن متوسطی داشته است. بعد به خاطر آورد که این پیرمرد و عده معدود دیگری آخرین حلقه های ارتباط دنیای فعلی و دنیای سرمایه داری که اینک مه و نابود شده بود به شمار می رفتند. در این روزها حتی در خود حزب نیز افرادی که ایده ها و عقایدشان در زمان قبل از انقلاب شکل و فرم گرفته باشد کمتر دیده میشد. زیرا نسل گذشته را در تصفیه های بزرگ دهه های 1950 و 1960 از میان برده بودند. چند نفری هم که هنوز زنده بودند بر اثر ترس و وحشت و ترور ناچار شده بودند که از لحاظ فکری کاملا تسلیم حزب شوند. و اگر کسی پیدا میشد که بتواند اطلاعی از وضع زمان قبل از انقلاب و اوایل قرن بدهد حتما از طبقه کارگر بود ناگهان قسمتی از کتاب تاریخ که در دفتر خاطرات خود نقل کرده بود به یادش آمد و به دنبال آن یک فکر دیوان وار بر او تسلط یافت و احساس کرد که میل دارد به مشروب فروشی برود با پیرمرد طرح دوستی بریزد و از او سوالاتی بکند مثلا بگوید لطفا از وضع زندگی کودکی خودتون برام تعریف کنید در آن روزا زندگی چه شکلی داشت آیا اوزا بهتر از حالا بود یا بدتر و بلافاصله از ترس اینکه مبادار رعب و وحشت بر او غلبه کند و تصمیمش را تغییر دهد با عجله از پله ها پایین رفت از خیابان باریکی که جلوی پله ها واقع شده بود گذشت اما این کار دیوانگی بود البته هیچ قانونی مراوده با کارگران و یا سرزدن به مشروب فروشی های مخصوص ایشان را من نمیکرد. ولی خیلی کم اتفاق می افتاد که چنین کاری از نظر معمورین دور بماند و اگر معمورین متوجه می شدن، کسی این کار را کرده شخص دچار اشکالات فراوان می شد. اگر گارت ها وینستون را میدیدند، او می توانست تظاهر کند که دچار حمله قلبی شده است. ولی گمان نمی رفت که آنها باور کنند. وینستون در مشروب فروشی را فشار داد و باز کرد. بوی پنیر مانند آبجوی ترشیده به صورتش خورد. اما به محض اینکه وارد شد، صدای سر و صدا ناگهان تخفیف پیدا کرد و وینستون همان طوری که به طرف بار می رفت از پشت سر خود احساس می کرد که همه چشم ها به اونیفرم آبی رنگ او دوخته شده است. چند نفر که در آخر سالن مشغول بازی بیلیارد بودند بازی را برای مدتی که به حدود سی ثانیه می رسید قطع کردند. پیرمردی که وینستون او را تعقیب کرده بود کنار بار ایستاده و با مشروب فروش که جوان قوی هیکل و درشت اندامی بود و بینی نکتیز و بازوهای پهنی داشت مشغول بگو مگو و مشاجره بود. ادی هم که لیوانهای آبجو را در دست داشتند به آنها نگاه می کردند. پیرمرد در حالی که راست ایستاده بود و شانه هایش را کمی بالا می داد گفت من مثل آدم با تو حرف زدم. میگی توی تمام این مشروب فروشی یه دو سیر و نیمی نداری؟ و مشروب فروش انگشت را روی پیشخان گذاشته سرش را جلو آورده و میگفت آخه لعنتی دو سیر و نیمی چیه؟ من که سر در نمیارم. نگاش کن. اسم خودش رو مشروب فروش گذاشته نمیدونه دو سیر و نیمی چیه دو سیر و نیمی یک چتوله هر چتول دو تا نیم چتول هر چارک چهار تا چتوله فهمیدی؟ به نظرم حالا باید بهت الف و به یاد بدم آره؟ والا من که همچون چیزی نشنیده بودم چتول و دو سیر و نیمی و ما فقط لیتر و نیم لیتر داریم همین گیلاس هم اونجا توی گنجس بردار نه من یه چتول میخوام یه چتول حسابش سر راسته اون روزا که ما جوون بودیم از این لیتر و میتر مسخره بازی ها نداشتیم مشروب فروش گفت وقتی تو جوون بودی روی درختا زندگی میکردی و بعد چشمکی به سایر مشتری ها که جلوی پیشخان جمع شده بودند زد. صدای خنده سالن را گرفت و چنین به نظر می رسید که ناراحتی ناشی از ورود وینستون از یادها رفته است. چهره سفید رنگ پیرمرد سرخ و بعد ارغوانی شد. و در حالی که قرقر میکرد و با خود حرف میزد از جلوی پیشخان برگشت و با وینستون سینه به سینه شد وینستون بازوهایش را گرفت و گفت اجازه دینی یه گیلاس با هم بخوریم پیرمرد بار دیگر شانههایش را بالا آورد و گفت معلومه که تو آقایی و چنین به نظر می رسید که اونیفرم آبی وینستون را ندیده است بعد با قیافه خشمالودی به مشروب فروش فریاد زد یه چتول یه چتول بده اما مشروب فروش دو نیم لیتر آبجو در لیوانهای زخیمی که از سطل زیر پیشخان برداشته بود ریخت آبجو تنها مشروبی بود که در مشروب فروشی های ناهیه های کارگری فروخته میشد. و عقیده بر این بود که کارگران نباید مشروب های قوی مثل جین بنوشند. ولی البته آنها به آسانی میتوانستند این نوع مشروب ها را از بازار آزاد خریداری کنند. بازی بیلیارد دوباره با حرارت تمام ادامه یافته بود و چند نفری که جلوی بار جمع شده بودند درباره بلیط های بخت آزمایی شروع به صحبت کردند. حضور وینستون در مشروب فروشی حداقل به طور موقت فراموش شده بود. در زیر پنجره کافه یک میز دو نفره کوچک وجود داشت که وینستون و پیرمرد بدون ترس از استراق سمع دیگران می توانستند آنجا بنشینند و حرف بزنند. این کار البته بسیار خطرناک بود. ولی در هر حال تلسکرین بر نقطه‌ای که آنها انتخاب کرده بودند تسلطی نداشت و وینستون به این نکته از ابتدای ورود به مشروب فروشی توجه کرده بود. پیرمرد در حالی که پشت میز می نشست و به لیوان آبجو که روی میز قرار گرفته بود نگاه می کرد. قرغر کنان گفت می یه چتول بده. آبجو که مشروب نیست. اونم نیم لیتر. آدم و راضی نمیکنه. یه لیتر آبجو هم خیلی زیاده. صرف نظر از گرونیش آدم باد میکنه. وینستون گویی میخواهد ببیند که از این ملاقات چه نتیجه خواهد گرفت گفت. از دوره جوونی تا حالا باید تغییرات زیادی رو دیده باشی. چشم رنگ پریده و آبی رنگ پیرمرد، از بازی بیلیارد به پیشخان مشروب فروشی و از آنجا به در مشروب فروشی چرخی زد. مثل این بود که معتقد است تمام تغییرات فقط در اینجا اتفاق افتاده است. بالاخره گفت آبجو خیلی بهتر بود و ارزونتر. وقتی من جوون بودم آبجوی معمولی رو هر بطری چار پنس می دادن. البته این قضیه مربوط به زمان قبل از جنگه. کدوم جنگ؟ پیرمرد به طور مبهمی جواب داد. همین جنگا، همه جنگا. و بعد لیوان آبجو را برداشت و باز شانه هایش را بالا کشید و گفت به سلامتی شما. در گلویش چند حرکت شدید دیده شد عضلات آن بالا و پایین رفت و آبجو ناپدید گردید وینستون به بار رفت و دو لیوان نیم لیتری دیگر آبجو گرفت و برگشت. چنین به نظر می رسید که پیرمرد فراموش کرده است که نوشیدن یک لیتر آبجو زیاد است و نفخ شکم می آورد. وینستون گفت شما خیلی از من مسنتری. خیال میکنم وقتی که من به دنیا اومدم شما مرد بالغ و مسنی بودی. آیا وضع روزگار قدیم و زمان قبل از انقلاب رو یادت میاد؟ اشخاصی به سن من از اون دوره چیزی به یاد ندارن. ما توضیح وضع زندگی اون دوره رو فقط تو کتابا میخونیم و ممکنه چیزی که تو کتابا نوشته میشه درست نباشه. دوست دارم عقیده و نظر شما رو بدونم. کتاب های تاریخ میگن که وضع زندگی در دوره قبل از انقلاب کلا با الان فرق داشته. فشار و ظلم و بیعدالتی و فقر شدیدی که حتی به تصور ما هم نمی گنجه در اون دوره رواج داشته. و در همین شهر لندن توده عظیمی از مردم از کودکی تا پیری غذای کافی خوردن و حتی نصف مردم پا بودند بودن. ساعت کار روزی دوازده ساعت بوده و بچه ها در سن نه سالگی ترک تحصیل می کردن. گاهی ده نفر ده نفر تو یه اتاق می خوابیدن. و در همین زم اده محدودی فقط در حدود چند هزار نفر که به اونا کاپیتالیست و سرمایه دار می گفتن، قدرت و پول رو در دست داشتن و هر چیز رو تو مملکت تصرف کرده و تو خونه های عظیم و باشکوه زندگی می کردن. هر کدومشون سی چهل تا مستخدم و پیشخدمت داشتن و تو کالیسکه های چهار اسبه و اتومبیل‌های زیبا سوار می شدن. شامپاین می‌خوردن و کلاههای بلند چشمهای پیرمرد ناگهان برقی زد و گفت کلاههای بلند خیلی خوشمزه است که تو هم همینو میگی همین فکر دیروز به کله من رسید نمیدونم چرا همینطور نشسته بودم و فکر میکردم یه مرتبه یادم اومد که سال هاست کلاه بلند ندیدم. به کلی از بین رفته. آخرین دفعه‌ای که من کلاه بلند سرم گذاشتم تو مراسم دفن خواهر زنم بود و این اتفاق نمیتونم تاریخ دقیقش رو بگم ولی خب حدود پنجاه سال قبل بود. البته میدونی این کلاه فقط برای شرکت تو این مراسم سرم گذاشته بودم. وینستون صبورانه گفت البته موضوع کلاه بلند خیلی اهمیت نداره. موضوع اینه که این کاپیتالیست ها و عده قاضی و وکیل و کشیش که ریز خار اونا بودن خدای دنیا به شمار می رفتن و همه چیز دنیا به خاطر و برای اونا وجود داشت. و شما آدمای معمولی و کارگر بنده و برده اونا بودین و اونا میتونستن به میل خودشون با شما رفتار کنن. مثلا شما رو مثل گله گوسفند از اینجا به کانادا حمل کنند یا دستور بدن که شما رو با شلاخ هایی که از موی اسب تهیه شده بود شلاق بزنن. و شما وقتی از جلوی اونا رد می شدین، ناچار بودین که کلاهتون رو برداری. همچنین هر سرمایه داری وقتی که به راه می افتاد، عدهای مستخدم و نوکر همراش بودند و بهش احترام میذاشتند چشم های مرد دوباره برقی زد و گفت نوکر اوه این کلمه رو سالها بلکه دهها ساله که نشنیدم این کلمه منو به دوره های گذشته میبره نوکر بله یادم میاد سالها قبل خیلی پیش عادت داشتم که روزهای یک شنبه عصر به هایت پارک برم و به نطقهای طرفداران ارتش نجات کاتولیک ها، هندی ها و یهودیا گوش بدم و یکی از این سخنران ها خب یادم نمیاد که اسمش چی بود اما خیلی خوب صحبت میکرد اون این کلمات رو دائم تکرار میکرد می گفت این نوکرا دنبال روی سرمایه دارها هستن. خودشون رو به طبقه حاکم چسبوندن. بعضی وقتا هم اونا رو پارازیت و انگل می خوند و بعضی وقتا هم به اونا فوش و ناسزا می گفت. البته مقصودشون روزها حزب کارگر بود. میفهمی که. وینستون متوجه شد که صحبتش به جایی نمی رسد و منحرف می شود. گفت چیزی که میخواستم بدونم اینه که آیا در اون روزها بیشتر از امروز آزادی داشتین؟ آیا حالا بهتر با شما رفتار میشه یا اون دوره؟ در اون دوره ثروتمندان و کسانی که در رأس پیرمرد میان صحبتش دوید و گفت بگو مجلس اعیان خب مجلس اعیان چیزی که میخوام بدونم اینه که آیا اینها میتونستند فقط به این علت که خودشون ثروتمند بودن و شما فقیر با شما بدرفتاری کنن و کوچیک و حقیرتون کنن؟ مثلا آیا این موضوع درسته که شما وقتی مقابل اونا میرسیدین باید کلاهتون رو بر و اونا رو ارباب خطا می کردین. چنین به نظر می رسید که پیر سخت به فکر فرو رفته است. ولی قبل از اینکه جوابی گوید یک روب از آبجوی گیلاسش را خورد. بعد گفت بله خیلی دوست داشتن که آدم وقتی جلوشون میرسه کلاهش رو برداره. این علامت احترام بود. من خودم با این کار موافق نبودم ولی بارها کلا همو برداشتم. مجبور بودم. آیا معمول بود که البته من فقط مطالبی رو که تو کتاب های تاریخ نوشته نقل می کنم. معمول بود که این ثروتمندان و نوکراشون آدم و کنار بزنن تا خودشون رد بشن؟ بله یادم میاد. یه روز یکیشون منو تو جوب انداخت مثل اینکه دیروز بود شب مسابقات قایقرانی بود در موقع مسابقات قایقرانی خیلی خیابونا شلوغ میشد من تو خیابون با یه آقایی برخورد کردم آقای حسابی بود پیرن سفید کلاه بلند پالتوی مشکی هی از این ور پیاده رو به اون طرف میرفت و زیگزاگ میزد من یه مرتبه و اتفاقی بهش خوردم. گفت مگه کوری؟ نمیفهمی از کدوم طرف بری؟ من گفتم مگه خیال میکنی پیاده رو رو خریدی؟ اون گفت اگه زیادی حرف بزنی میدم کلتو بکنن. گفتم معلومه که مستی. الان حق تو کف دستت میذارم. اما ممکنه باور نکنی اون یه مرتبه چنان به سینه من زد که نزدیک بود بیفتم تو خیابون و برم زیر ماشین خب اون روزا جوون بودم به خودم گفتم که بالاخره گیرش میارم و حقش رو میذارم کف دستش وینسون احساس کرد که کار بی ای را شروع کرده است خاطرات پیرمرد چیزی جز مقداری جزئیات بیمعنی نبود و شاید اگر شخص از صبح تا شب با او صحبت می کرد نمی توانست هیچ اطلاعات واقعی و صحیحی به دست آورد. فکر کرد که ممکن است تاریخ حزب به نحوی صحیح باشد و شاید هم اصولا تاریخ حزب کاملا صحیح بود. اما سعی کرد که یک بار دیگر هم آزمایش کند. گفت شاید من منظورم رو برای شما روشن نکردم. چیزی که من میخوام بگم اینه که شما عمر زیادی کردی. نصف عمرت در زمان قبل از انقلاب گذشته. مثلا در 1925 تو مرد محسنی بودی. میتونی بگی که زندگی در سال 1925 بهتر بوده یا حالا؟ و اگر اختیار با تو بود زندگی در کدوم دوره رو ترجیح میدادی؟ حالا یا اون زمان؟ پیرمرد متفکرانه به بازی بیلیارد خیره شد. لیوان آبجو را با تعنی بیشتری تمام کرده بود و وقتی شروع به صحبت کرد لحن فیلسوفانه ای داشت. چنین به نظر می رسید که آبجو در او اثر کرده است. گفت می دونم چی می خواد. بفهمی که آیا دوست دارم دوباره به عهد جوونی برگردم یا نه؟ اما بیشتر مردم اگه این سؤال ازشون بکنی میگن که میخوان دوباره جوون بشن. آدم وقتی جوونه سالم و نیرومنده. الان پام درد میکنه. معدم خوب کار نمیکنه. هر شب شیش هفت مرتبه از خواب میپرم. اما از طرف دیگه پیری هم برای خودش خوبیایی داره. آدم ناراحتی های دوره جوانی رو نداره. درد سر رابطه با زنا رو تحمل نمیکنه و این خودش خیلی مهمه. من در سی سال گذشته هیچ وقت با یک زن طرف نشدم و نمیخوام هم که طرف بشم. وینستون عقب نشست و سرش را به کنار پنجره تکیه داد. ادامه صحبت فایده ای ندارد. میخواست که دو لیوان آبجوی دیگر بخرد که ناگهان پیرمرد از جا برخواست و به مستراحی که در کنار سالن قرار گرفته بود رفت. نیم لیتر آبجوی اضافه کم کم اثرش را میبخشید. وینستون برای یک دقیقه به لیوان خالی خیره شد و بعد تقریبا بدون اراده کافه ترک. در خیابان به راه افتاد فکر کرد که طی 20 سال تمام این سوال بزرگ و در عین حال ساده که آیا زندگی در زمان قبل از انقلاب بهتر بوده است یا زمان حاضر همیشه یک سوال بدون جواب مانده است و این امر در زمان حاضر هم ادامه دارد زیرا بازماندگان معدود و پراکنده دنیای گذشته نمی توانستند عصر قدیم را با عصر حاضر مقایسه کنند. این بازماندگان میلیونها حادثه کوچک و بیفایده را به خاطر می آوردند. فرزن به یاد داشتند که یک روز با همکارشان در کارخانه دعوا کردند. و یا روزی تلمبه دوچرخهشان دزدیده شده بود و یا اینکه در هفتاد سال قبل یک روز صبح هوا طوفانی بوده ولی حقایق و وقایع مربوط و مهم که بتوان از آن چیزی درک کرد از محیط دید ایشان خارج مانده بود و در نتیجه چیزی به یاد نداشتند. مثل مورچه بودند. چیزهای کوچک را میدیدند و اجسام بزرگ از نظرشان مخفی می ماند. وقتی حافظه چیزی به یاد نمی آورد و اسناد و مدارک همه دست برده و ساختگی است. در چنین صورتی ادعای حزب مبنی بر اینکه شرایط زندگی انسانی را بهبود بخشیده ناچار می بایست قبول شود زیرا هیچ دلیل و مدرکی وجود نداشت و هیچگاه نیز نمی توانست وجود داشته باشد در این هنگام تسلسل افکارش به طور ناگهانی قطع شد ایستاد و به بالا نگاه کرد به خیابان باریکی وارد شده بود که تعداد معدودی مغازه کوچک و تاریک و تعداد بیشتری خانه های مسکونی در آن قرار داشت درست بالای سر او سه گوی فلزی رنگ رو رفته آویزان بود و به نظر می رسید که این سه گوی روزگاری متلا بود است. به نظرش رسید که این محل را می شناسد. بله. جلوی مغازه سمساری که دفتر خاطرات خود را از او خریده بود ایستاده بود. بار دیگر ترس سراسر بدنش را فرا گرفت. خریدن کتاب چه خود کار خطرناکی بود و او قسم خورده بود که دیگر به این حوالی نخواهد آمد اما آن یک باری که به افکارش اجازه تاخت و تاز داده بود پاهایش به میل خود او را درست مقابل این مغازه آورده بودند حالان که منظور او از شروع دفتر خاطراتان بود که جلوی خود را بگیرد و اجازه ندهد که این چنین کارهای خطرناکی که شبیه انتحار بود از او سر بزند. در همین هنگام متوجه شد که با آنکه ساعت در حدود یازده شب بود مغازه سمساری هنوز باز است. فکر کرد که اگر داخل مغازه شود کمتر از ایستادن جلوی مغازه توجه مردم را جلب خواهد کرد. وارد مغازه شد و به خود گفت اگر احتمالاً مورد بازجویی معمورین قرار بگیرم می توانم جواب بدهم که برای خرید تیغ صورت تراشی به این حدود آمدم. صاحب مغازه مشغول روشن کردن یک چراغ نفتی دیواری بود که بوی کثیف ولی دوست داشتنی داشت. سن صاحب مغازه به حدود 60 سال می رسید. اندامی ضعیف و خم شده و بینی درازی داشت و چشمهایش از پشت عینک زخیم حالت خاصی پیدا کرده بود. موهایش تقریبا سفید بود ولی ابروهایش هنوز پرپشت و سیاه مانده بود. عینک و حرکات آرام و وسواسی پیرمرد و ژاکت کهنه مخمل سیاهی که بر تن داشت، حالت خاص روشنفکرانه ای به او میبخشید. انسان چنین فکر می کرد که شاید او با ادبیات سر و کار داشته و یا آنکه موسیقیدان بوده است. صدایش صاف ولی ضعیف بود و لحجهش نیز با لحجه خاص کارگران چندان شباهتی نداشت. پیرمرد به محض دیدن وینستون گفت شما رو وقتی که تو پیاده رو ایستاده بودین شناختم. شما همون آقایی هستین که دفترچه اون خانم جوون رو خریدی. خیلی چیز جالب و قشنگی بود. شاید همچون دفترچهی در طی پنجاه سال گذشته هرگز ساخته نشده باشه. بعد از بالای عینکش به وینستون خیره شد و گفت دنبال چیز مخصوصی اومدین یا اینکه فقط می‌خوای نگاه کنی؟ وینستون به طور مبهمی گفت از اینجا رد میشدم. گفتم نگاهی بکنم. چیز به خصوصی نمیخوام. اشکالی نداره. و بعد در حالی که دستهایش را به علامت معذرت خواهی بالا می آورد اضافه کرد. اصلا ممکن بود اون چیز رو هم که شما می خواستین من نداشته باشم. می که وضع چجوریه. می شه گفت که اصلا مغازه خالیه. بین من و شما بمونه اصلا کار عتیق فروشی و سمساری تدریجا از میان داره میره. کسی دنبال اینجور چیزا نمیاد. ما هم چیزی نداریم که بفروشیم. مبل، چینی آلات، شیش آلات همه به تدریج خورد میشن و شکستن و از بین رفتن. از این گذشته بیشتر اشیاء فلزی رو هم زوب کردن. من سال هاست که یک شمدون برنجی ندیدم. در واقع داخل مغازه به نحو ناراحت کننده ای پر بود. ولی در میان این اشیا چیز مناسب و مفیدی که کمترین ارزشی داشته باشد دیده نمیشد. سطح کف مغازه به علت اینکه در چهار طرف دکان تعداد زیادی قاب های عکس روی هم گذاشته بودند محدود و کوچک شده بود. روی گنجه های مغازه تعداد زیادی چفت در، پیچ، تبرهای کهنه، چاقوهای قلم تراش لب شکسته، ساعتهای زنگ زده که حتی از قیافه ظاهری آنها هم معلوم بود که خرابند و کار نمی کنند و خرت و پرت های بی ارزشی از این قبیل دیده می شود. ولی در گوشه مغازه روی یک میز کوچک مقداری اشیاء نسبتاً قابل توجه مانند انفیدان رنگ کرده و های عقیق به چشم میخورد اینطور که معلوم بود روی آن میز میشد چیزهای قابل توجهی یافت وینستون به طرف میز به راه افتاد آنجا شیع گرد و ظریفی که در زیر نور چراغ می درخشید نظرش را جلب کرد. آن را برداشت. این شی یک قطعه بلور بود که یک سمت آن کروی شکل و سمت دیگر آن مسطح بود و شباهت زیادی به نیم کره داشت. چه در رنگ و چه در طرز ساخت و ترکیب این شیشه یک نوع زرافت و لطافت و صافی عجیب و خاص مثل لطافت و زرافت قطره باران دیده میشد. و در کانون آن شیعی عجیب و ارقوانی رنگ شبیه یک گل سرخ و یا شقایق دریایی به چشم می خورد. وینستون در حالی که فریفته این قطعه بلور زیبا شده بود پرسید این چیه؟ این یک جواهر دریاییه. خیال میکنم از اقیانوس هند گرفتن. در قدیم برای تزین به کار میرفت و کمتر از یک ست سال عمر نداره. شاید هم عمرش از یک ست سال خیلی بیشتر باشه. خیلی زیباست. صاحب مغازه در حالی که نگاه تحسینامی به آن میانداخت گفت بله خیلی زیباست. اما این روزها کسانی که نظری مثل نظر شما داشته باشند خیلی کم پیدا میشن. اگه بخواین بخرین قیمتش چهار دلاره. یادم میاد که روزگاری یک چنین چیزی رو هشت لیره می خریدن و هشت لیره درست نمیتونم حساب کنم ولی خب پول زیادی بود اما این روزها کی به اشیاء عتیقه که پیدا هم نمیشه توجه میکنه وینستون فورا چهار دلار پرداخت و قطع بلور را در جیب گذاشت چیزی که توجه او را به خود جلب کرده بود تنها زیبایی آن نبود بلکه تعلق آن به روزگار گذشته و دنیایی بود که با دنیای حاضر تفاوت کامل داشت. وینستون در سراسر عمرش شیشه چنین صاف و درخشان که شباهت زیادی به قطرات باران داشت ندیده بود. و بیفایدگی ظاهری آن نیز ارزش آن را در نظر وینستون چند برابر می کرد. وینستون حدس می زد که احتمالا این شیشه را روزگاری روی کاغذ های روی میز می گذاشتند تا باد مزاحم نشود. قطع بلور در جیب وینستون خیلی سنگینی می کرد ولی خوشبختانه حجم زیادی نداشت. اما نکته اینجا بود که داشتن چنین چیزی برای یک فرد حزبی بسیار عجیب و شاید هم سازشکارانه می نمود. در واقع داشتن هر چیز قدیمی و هر چیز زیبا همیشه موجب جلب سوء زن می شود. پیرمرد پس از دریافت چهار دلار سرحال تر و بانشاد تر به نظر می رسید. وینستون متوجه شد که اگر سه دلار و حتی دو دلار هم می پرداخت پیرمرد قبول می کرد. صاحب مغازه گفت: طبقه بالای مغازه هم یک کم اشیاء عتیقه هست. اگه دوست داشته باشین تماشا کنین مانعی نداره. و بعد چراغ نفتی دیگری روشن کرد و با پشت خمیده به جلو افتاد و آهسته از یک پلکان قدیمی و کهنه و یک راه روی باریک گذشت و وارد اتاقی شد که به خیابان مشرف نبود. منظره آن را یک حیات کوچک که کف آن را با قلوه سنگ فرش کرده بودند و تعداد زیادی لوله های بخاری خانه های مجاور تشکیل میداد. وینستون متوجه شد که مبل ها و صندلی ها را در این اتاق چنان چیده و مرتب کردند که گویی هنوز هم در آن زندگی می کنند. کف اتاق فرش انداخته بودند. دو قاب عکس به دیوار زده شده بود و یک مبل بزرگ و فنردار جلوی بخاری قرار داشت. یک ساعت قدیمی شیشه‌ای روی جا بخاری تیک تاک می کرد. در کنار پنجره نیز تخت خواب بزرگی گذاشته بودند که تقریبا یک چهارم اتاق را گرفته بود و هنوز لحاف و تشک روی آن دیده شد. پیرمرد با معذرت خواهی گفت تا موقعی که زنم زنده بود اینجا زندگی می کردیم. ولی حالا مبل و اساسی اتاق و کم کم می فروشم. این تخت خواب تخت خواب خوبیه که از یک نوع چوب مخصوص ساخته شده. اگر کک ها رو ازش بیرون کنین نظیر نداره. البته خیلی بزرگه و شاید برای شما مشکل باشه. چراغ را بالا نگاه داشته بود تا تمام قسمتهای اتاق روشن باشد و در زیر نور گرم و ضعیف چراغ اتاق به نحو عجیبی جالب و راحت به نظر می رسید. این فکر به نظر وینستون رسید که اگر بتواند خطر و ریسک لازم را تقبل و تحمل کند شاید خیلی آسان میتواند این اتاق را در ازای هفته چند دلار اجاره کند. اما این فکر، یک فکر خطرناک، بیبند و بار و غیر ممکنی بود که به محض اینکه به مغز خطور کرد باید فراموش شود. اما اتاق یک خاطره عمیق مربوط به گذشته یک نوع خاطره که شاید هم ارسی و بسیار قدیمی بود در او زنده کرده بود چنین به نظرش رسید که دقیقا می تواند احساسی را که نشستن در چنین اتاقی ایجاد می کند حس کند لذت نشستن روی مبلی را که جلوی بخاری قرار گرفته تماشای آتش زغال سنگ بخاری شنیدن قلقل آب داخل کتری روی آتش و بسر بردن در تنهایی کامل و امنیت کامل احساس این که هیچ کس مواظبت نیست هیچ صدایی تعقیبت نمی کند و جز تیک تاک دوست داشتنی ساعت و سوت کتری صدای دیگری به گوش نمی رسند. مثل اینکه نمی توانست از گفتن چیزی که فکرش را به خود متوجه کرده بود خودداری کند گفت اینجا تلسکرین نیست؟ اوه من هیچ وقت از این چیزا تو خونه نگه نداشتم. خیلی گرونه. هیچ وقتم به این نوع چیزا احساس احتیاج نکردم. اون میز نهار میز قشنگیه. بزرگ و کوچیک میشه ولی اگه بخواین از تیکه های اضافش استفاده کنین باید لولاش رو عوض کنین. در کنار اتاق یک کتابخانه کوچک قشنگ دیده میشد و وینستون در همان موقع که پیرمرد درباره میز ناهارخوری صحبت می کرد به طرف این جای کتاب جذب شده بود در اینجا کتابی جز مقداری اشیاء بیارزش چیز دیگری دیده نمیشد. جستجو جمعآوری و سوزاندن کتابها در محله های کارگری نیز مثل سایر محلات شهر با دقت کامل انجام شده بود خیلی بعید به نظر می رسید که در سراسر اوشینیا بتوان یک جلد کتاب که قبل از سال 1960 چاپ شده باشد به دست آورد پیرمرد که هنوز چراغ را به دست داشت زیر عکسی که قاب آن از چوب گل سرخ بود و در سمت دیگر بخاری و روبروی تخت قرار داشت ایستاده بود در حالی که به عکس نگاه می کرد گفت اگه به عکس و مناظر قدیمی علاقه داشته باشین این عکس وینستون از سمت دیگر اتاق به طرف قاب عکس آمد تصویر روی فولاد حکاکی شده بود. ساختمان بلندی را نشان میداد که پنجره های مستطیل شکل داشت و یک برج بلند جلوی آن قرار گرفته بود. دور تا دور ساختمان نرده های آهنی دیده میشد و در سمت عقب آن چیزی که شباهت به یک مجسمه داشت به چشم میخورد. وینستون چند لحظه به این عکس خیره شد. ساختمان به نظرش آشنا می آمد ولی مجسمه را به خاطر نمی آورد. پیرمرد گفت قاب توی دیوار با پیچ محکم شده. ولی میتونم برای شما پیچا رو باز کنم و قاب و بیرون بیارم. وینستون پس از چند لحظه تماشا بالاخره گفت من این ساختمون رو دیدم مخروبه شده و سطح خیابون نزدیک کاخ دادگستری قرار داره. درسته. نزدیک دادگاه های حقوق. چندین سال قبل بمباران شد. روزگاری کلیسا بود و به اون سنت کلمنت دین می گفته. و بعد مثل اینکه حرف مزهکی زده است لبخندی ها کی از معذرت خواهی زد و این مصرع را با آهنگ خاصی خواند. زنگ های کلیسای سنت کلمنت می گویند پرتقال و لیمو. وینستون پرسید چی گفتی؟ اوه زنگ های کلیسای سنت کلمنت میگن پرتقال و لیمو. این آهنگ و وقتی که بچه بودیم می‌خوندیم، نمیدونم بقیهش چی بود. اما میدونم که مصرع آخرش این بود این شم می آید که بستر تو را روشن نماید اما این تبر می آید که سرت را قطع کند آهنگ یه نوع رقص بود دستار رو روی سر یکی از بچه ها دراز می کردیم و اون از زیرش رد می شد. وقتی به مصرع این تبر می آید که سرت را قطع کند می رسیدیم دستار رو پایین می آوردیم و بچه ای که از زیر دستامون رد می شد و می گرفتی. اسم همه کلیساها ها تو این شعر بود. همه کلیساهای های مهم و اصلی لندن. وینستون به طور قطع نمیدانست که این کلیسا متعلق به چه دوره و قرنی است. معمولا تشخیص و تعیین عمر ساختمان های لندن کار مشکلی بود. زیرا هر ساختمان عظیم و زیبایی را اگر ظاهر آن به اندازه کافی نو می نمود متعلق به عصر انقلاب می دانستند و تمام ساختمان های قدیمی دیگر را منصوب به دوره های گذشته می کردند که به طور مبهمی قرون وسطا نامیده می شد. عقیده بر این بود که در دوره سرمایه داری هیچ چیز قابل ارزشی به وجود نیامده است و به این جهت مطالعه درباره معماری جز از روی کتاب امکان پذیر نبود تمام مجسمه ها کتیبه ها ها نام خیابان ها و هر آنچه که ممکن بود تاریخ معماری گذشته را روشن کند یک سره تغییر یافته بود. وینستون گفت من نمیدونستم که این بنا کلیسا بوده. پیرمرد جواب داد هنوز خیلی از کلیساها باقی مونده ولی خب از اون استفاده های دیگه ای می کنن. بقیه شعره چی بود؟ آها یادم اومد. زنگای کلیسای سنت کلمنت میگن پرتغال و لیمو زنگای کلیسای سنت مارتین میگن تو سه پول به من بدهکاری بیشتر از این یادم نمیاد یک پول کوچکترین واحد پول بود ارزش خیلی کمی داشت شاید به پول امروز یه سنت میشد وینستون پرسید کلیسای سنت مارتین کجاست؟ سنت مارتین هنوز باقیه تو میدون ویکتوری کنار تالار موزه تصاویر ساختمان بزرگیه که جلوی درش یه محوته سرپوشیده مسلسی شکل دیده میشه و ستونهای بلند و یک عالم پله داره وینستون این ساختمان را خیلی خوب می شناخت. زیرا در آنجا اغلب نمایشگاه های بزرگ تبلیغاتی برپا می شد و مدل های بمب های ای و تابلوهای کشدار جمعی و صحنه های مشابه آن را به معرض تماشا میگذاشتند. پیرمرد ادامه داد قدیما به کلیسای سنت مارتین می کلیسای مشجر ولی من یادم نمیاد که توی اون حدود درخت و باغ و بوستانی بوده باشه وینستون تابلو را نخرید. تملک یک چنین چیزی حتی از تملک قطعه بلوری که خریده بود مشکلتر و خطرناکتر بود و حمل آن نیز امکان نداشت. اما چند لحظه دیگر هم در اتاق ماند و با پیرمرد صحبت کرد. نام پیرمرد آنطور که او قبلا فکر می کرد و بر بالای دکان نیز نوشته شده بود ویکس نبود بلکه چرینگتون بود. آقای چرینگتون آنطور که از قیافش برمیآمد مرد 62 ساله ای بود، زنش مرده بود و خود او از سی سال پیش تا کنون من در این دکان زندگی می کرد. به وینستون گفت که از آن هنگام که به این دکان آمده همیشه در فکر بوده که نام ویکس را از بالای مغازه پاک کند ولی هیچگاه همت نکرده. در تمام مدتی که آنها با هم صحبت می کردند آهنگ و شعری که چرینگتون خوانده بود در مغز وینستون چرخ میخورد. زنگ های کلیسای سنت کلمنت میگویند پرتغال و لیمو. زنگ های کلیسای سنت مارتین میگویند تو سه پول به من بده کاری. و عجیب اینجا بود که وینستون وقتی این دو مصره را میخواند چنین به نظرش می رسید که صدای زنگ کلیساها را می شنود. زنگ کلیساهای یک لندن گم شده که هنوز در یک نقطه نامعلوم وجود داشت و پنهان و فراموش شده بود. چنین احساس می کرد که صدای زنگ کلیساهای بلند و عظیم و شبه به گوشش می رسد و کلیساها یک یک در مقابل چشمانش آشکار و پنهان می شود. اما تا آنجا که به خاطر می آورد هرگز در زندگی حقیقی صدای زنگ کلیسا را نشنیده بود. از چرینگتون خداحافظی کرد و به سرعت و تنها از پله ها پایین آمد. منظورشان بود که پیرمرد متوجه نشود که او قبل از خروج از مغازه وضع خیابان را از نظر وجود افراد گارد حزبی بررسی می کند. وینستون تصمیم گرفته بود که پس از گذشت یک ماه بار دیگر به مغازه او سری بزند. ولی این کار خطرناکتر از عدم حضور در مرکز تفریحات نبود. کار احمقانه این بود که او پس از خرید دفتر خاطرات بدون اینکه صاحب آن را بشناسد یا آنکه به صاحب مغازه اطمینانی داشته باشد دوباره به این مغازه برگشته بود بله دوباره باز خواهد گشت و باز هم از این خرت و پرت های قشنگ و زیبا خواهد خرید پول حکاکی سند کلمنت را خواهد پرداخت قاب آن را برخواهد داشت عکس را در زیر کت خود مخفی کرده به خانه خواهد برد و بقیه آن شعر را از میان خاطرات چرینگتون بیرون خواهد کشید حتی فکر دیوانوار اجاره کردن بالاخانه چرینگتون نیز بار دیگر به مغزش خطور کرد شوق و شور برای پنج ثانیه وجودش را در خود گرفت ترس و احتیاط را از مغزش بیرون راند و او بدون اینکه دقت و احتیاط کند یا به خیابان نگاهی بیاندازد از مغازه خارج شد و با آهنگ خاصی شروع به خواندن کرد زنگ های کلیسای سنت کلمنت می گویند پرتقال و لیمو. زنگ های کلیسای سنت مارتین می گویند تو سپول. ناگهان قلبش فرو ریخت و کلیه هایش شروع به ترشو کرد. شخصی با لباس متحدل شکل آبی رنگ حزبی به طرف او می آمد و ده قدم بیشتر با او فاصله نداشت. دخترک مومشکی عضو قسمت رمان نویسی بود. چراغهای خیابان نور چندانی نداشت ولی او به آسانی توانست دختر مومشکی را بشناسد. وقتی به هم رسیدن دخترک نگاهی به چهره او انداخت و بعد گویی اصلا او را ندیده است به راه خود ادامه داد. برای چند لحظه وینستون به طوری که نمیتوانست به حرکت ادامه دهد فلج شد. بعد به سمت راست پیچید و بدون اینکه متوجه شود که جهت صحیح را پیش نگرفته است با قدم های سنگین به راه افتاد. اما به هر حال یک مسئله روشن شده بود و آن اینکه دختر مومشکی بدون تردید حرکات و رفتار او را زیر نظر گرفته است. وینستون فکر کرد که دختر مومشکی باید در تمام راه او را تعقیب کرده باشد. زیرا منطقی نبود که در یک شب معین و در یک کوچه دور افتاده که کیلومترها با محله مسکونی اعضای حزب فاصله دارد دختر مومشکی فقط بر حسب اتفاق با او روبرو شده باشد. این چنین اتفاقی بسیار به ندرت روی میداد و باور کردنی نبود. در چنین وضعی این نکته که آیا دختر مومشکی یکی از اعضای پلیس فکر است و یا داوطلبانه و به شکل آماتور جاسوسی و تعقیب او را به عهده گرفته است چندان اهمیتی نداشت همین که دختر مومشکی او را تعقیب و رفتارش را کنترل می کرد برای وینستون کافی بود. شاید هم دخترک دیده بود که او به مشروب فروشی مخصوص کارگران رفته است. راه رفتن برای او بسیار مشکل شده بود. در هر قدم که بر می شیشه بلوری که در جیبش بود به رانش می خورد. وینستون چندین بار فکر کرد که آن را دور بیاندازد. اما دردی که در شکمش شروع شده بود بیش از همه چیز آزارش می داد. برای دو دقیقه فکر کرد که اگر به زودی به مستراح نرسد از شدت درد خواهد مرد. ولی در چنین محلی پیدا کردن توالت عمومی کار بسیار مشکلی بود. بالاخره چند لحظه بعد تشنج شدید شکم رد شد و درد مبهمی از خود باقی گذاشت. خیابانی که از آن میگذشت خیابانی تاریک بود چند لحظه ایستاد و فکر کرد که چه بکند بعد برگشت و در جهت مخالف به راه افتاد اما در همین هنگام به فکرش رسید که بیش از سه دقیقه از برخورد او با دختر مومشکی نمیگذرد و اگر به سرعت بدود می تواند به او برسد بعد فکر کرد که آنقدر سایه به سایه او خواهد رفت تا به نقطه بی سر و صدا و تاریکی برسند و آن وقت با یک قلو سنگ جمجمه او را خورد خواهد کرد. قطع بلوری که در جیب داشت برای چنین کاری بسیار مناسب بود. ولی از این فکر خیلی زود صرف نظر کرد زیرا حتی تصور هر نوع عمل بدنی هم امکان نداشت. او نمی توانست بدود و نه آنکه ضربه ای وارد آورد. از این گذشته دختر مومشکی نیز جوان و نیرومند بود و می توانست از خود دفاع کند. بعد فکر کرد که فورا به مرکز تفریحات حزب برود و تا هنگامی که مرکز بسته می شود در آنجا بماند تا بتواند به این ترتیب اثبات کند که اقلا قسمتی از شب را در مرکز تفریحات بوده است اما این کار هم غیر ممکن بود خستگی شدیدی بر او مستولی شده بود و آنچه که میخواست این بود که به سرعت به خانه برگردد و در آنجا در اتاق بنشیند و ساکت بماند. ساعت از ده شب گذشته بود که وارد آپارتمان خود شد. برق در ساعت یازده و نیم از مرکز قطع می شد. وینستون به آشپزخانه رفت و یک فنجان جین را یک بار سر کشید. بعد به گوشه اتاق رفت. نشست و دفتر خاطرات را از کشوی میز بیرون آورد. در تلسکرین یک صدای زنانه یک شعر حماسی میهن پرستانه وینستون چشمهایش را به جلد سفید رنگ کتاب چه دوخت و بدون نتیجه کوشید که صدای تلسکرین را از مغزش بیرون براند. همیشه شبانه به سراغ انسان می آمدند. همیشه در شب. کار و راه صحیح این بود که قبل از اینکه به انسان دست پیدا کنند شخص انتحار کند. گروهی نیز بدون شک دست به این کار می زدند و در واقع ناپدید شدن عده زیادی ناشی از خودکشی بود. اما خودکشی با توجه به اینکه هیچ اسلحه گرم و یا سم و زهری که فورا اثر کند در دسترس نبود شجاعت بی حد و حصر لازم داشت بعد با یک نوع حیرت و تعجب درباره درد و ترس بیفایده و حساسیت بی جهت پوست و ازولات و خیانت اعصاب بدن که درست در مواقعی که احتیاج به یک حرکت و اقدام فوری بود دچار انجماد و سکون میشد به فکر فرو رفت اگر به موقع و به فوریت دست به کار شده بود می توانست دختر مومشکی را برای همیشه ساکت کند. اما ترس و وحشت بیجا قدرت حرکت و اقدام را از او گرفته بود. ناگهان به فکرش رسید که در دقایق بحرانی انسان هرگز با دشمن خارجی مبارزه نمی کند. بلکه علیه بدن و جسم خود در مبارزه است. حتی همکنون نیز، با وجود آنکه جین نوشیده بود درد شکمش اجازه نمیداد که افکارش نظم خود را حفظ کند بعد فکر کرد که این وضع در مورد همه حوادث تأثرانگیز و یا قهرمانی مشابه یکسان است و در میدان جنگ در اتاق شکنجه و بر روی عرشه یک کشتی در حال غرق شدن مسائلی که شخص به خاطر آنها مبارزه می کند فراموش می شوند علت آن است که بدن و جسم انسان آنقدر متورم می شود که بالاخره کائنات را فرا میگیرد. و حتی هنگامی هم که ترس یا درد شکنجه شخص را فلج نکرده است زندگی عبارت است از مبارزه لحظه به لحظه علیه گرسنگی سرما بیخوابی یا حتی ترشی معده و درد دندان دفتر خاطرات را باز کرد نوشتن چند کلمه در دفتر اهمیت زیادی داشت. خواننده زن تلسکرین آواز جدیدی را شروع کرده بود و وینستون چنین احساس می کرد که صدای او مثل شیشه خورده به مغزش فرو می رود. سعی کرد که درباره اوبراین که دفتر خاطرات را به خاطر او و یا به نام او می نوشت فکر کند. اما در عوض فکرش متوجه وقایعی شد که پس از توقیف شدن به دست پلیس برایش اتفاق می افتاد. اگر شخص را در همان ابتدای توقیف به قتل می رساندند چندان مهم نبود. کشته شدن چیزی بود که همه توقیف شدگان انتظار آن را داشتند اما قبل از مرگ البته هیچ کس درباره این موضوعات صحبت نمی کرد ولی همه از آن اطلاع داشتند قبل از مرگ همه ناچار بودند که جریان مقدماتی عادی اعتراف را بگذرانند و این جریان عادی عبارت بود از نعره زدن روی زمین افتادن و کمک خواستن شکست شدن استخوان خرد شدن دندان ها کند شدن موها چرا در حالی که پایان راه به مرگ منتهی میشد شخص ناچار بود که این جریان را تحمل کند اما سرنوشت این بود و همانطور که هیچ کس از تعقیب مسون نمی ماند هیچ کس نیز از جریان اعتراف گریزی نداشت هرگاه کسی متهم به جنایت فکری می بیچون و چرا در تاریخ معینی از میان می رفت. پس چرا وحشت و ترسی که هیچ چیز را تغییر نمیداد باید تا این حد فکر و ذهن شخص را متوجه خود سازد بار دیگر کوشید که چهره اوبراین را در نظر بیاورد و این بار موفقیت بیشتری به دست آورد اوبراین گفته بود ما در جایی که تاریکی در آن نیست یکدیگر را خواهیم دید وینستون میدانست که مفهوم این گفته چیست و یا حداقل فکر می کرد که مفهوم آن را می داند. جایی که در آن تاریکی نیست آینده خیالی بود که شخص هیچگاه قادر به دیدن آن نمیشد ولی می توانست در عالم تصور و خیال و به کمک دانش قبلی در آن زندگی کند اما صدای تلسکرین که دائم مثل تیری به گوشش فرو می رفت اجازه نمیداد که نظم افکارش بیش از این ادامه یابد سیگاری بر لب گذاشت اما نصف توتون سیگار بلا فاصله روی زبانش ریخت و مزه تلخی به جای گذاشت که حتی با بیرون ریختن آب دهان هم اثر آن زائل نشد. قیافه برادر بزرگ جای قیافه اوبراین را در مغزش گرفت و بعد مثل چند روز پیش سکه ای از جیب بیرون آورد و به آن نگاه کرد چشم های برادر بزرگ سنگین و آرام به او خیره شده بود از خود پرسید که در زیر این سیبیل های سیاه چه نوع تبسمی پنهان شده است و مثل صدای ناقوس مرد این کلمات در گوشهایش تنین انداخت جنگ صلح است آزادی بردگی است جهل قدرت است